زن درود و زن. اوکی پس الان شروع ضمن درود عرض خسته نباشید خدمت دوستان و همکاران عزیز، دوستان عزیزی که ما رو از لایف یوتیوب دنبال میکنن، دوستان حاضر در جلسه و عزیزانی که به ما میپیوندن. جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان امروز در خدمت شما هستیم در تاریخ روز یکشنبه 26 مارس ساعت 2 به وقت اروپای مرکزی. من در ابتدا سخنرانان عزیز با موضوع سخنرانیشون رو خدمتتون ذکر میکنم و به ادامه برنامه میپردازیم. سخنرانان و موضوع سخنرانی جناب آقای داوود لطفی با موضوع بررسی ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بانو کیمیا قزلباش با موضوع احکام صادره بازداشت شدگان، جنبش زن، زندگی، آزادی. و در پایان هم میپردازیم به بحث آزاد، تبادل نظر، پرسش و پاسخ بین شما عزیزان با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه. دعوت میکنم از سخنان اول جناب آقای داوود لطفی لطف کنن که دست با اشاره دست من رو راهنمایی بکنن تا مایک رو در اختیارشون قرار بدم. جناب آقای لطفی عزیز اگر یک بار دیگه شما با اشاره دست ما راهنمایی بفرمایید. مایک با شماست، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بله، ممنون از شما. بسیار عالی. عرض ادب و احترام خدمت همکاران و خسته نباشید و عصر بخیر خدمت شما. احدی را نمیتوان به بردگی نگه داشت و داد و ستت بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. این ماده در تکمیل سه ماده اول اعلامیه است. در مجموع این چهار ماده به انسان حق آزادی داده میشه و هیچ کس این حق رو نمیتونه از انسان سلب کنه. مفهوم بردهداری در بندگی بودن اختیاری و غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگه است و بدین صورت آزادی اون شخص از اون گرفته میشه. نظام‌های بردهداری در مرحله اولیه بر شالوده عدم تساوی اقتصادی که خودش ثمره پیدایش مالکیت فردی بوده شکل گرفت. در نظام‌های بردهداری کرامت انسانی به بدترین شکل ممکن از بین می‌رفت. به همین دلیل در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشه هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته بشه. بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و هر شکلی باید ممنوع باشه. ممنوعیت بردهداری و داد و ستد برده یک پدیده نادرست نسبتاً قدیمیه و این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وجود داشته. اعلامیه سال 1792 دانمارک و 1862 ایالات متحده آمریکا. با این حال این موضوع به طور نهایی حل نشده و هنوز بردهداری در اشکال کلاسیک و مدرن وجود داره. بردگی مدرن چهره‌های متفاوتی داره، از محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری و یا ازدواج زودهنگام گرفته تا مردانی که به دلیل بدهی‌های کمرشکن به بنگاه‌های کاریابی نمیتونن شغل خودشون رو رها کنن و یا زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد از اونها به عنوان کارگران خانگی بهره کشی میشه و یا اونها رو به عنوان کالای جنسی مورد تجارت قرار میدن. به دنبال انتشار نمایه جهانی بردهداری در 18 نوامبر 2014 مسئله بردهداری بار دیگه همه جا بر سر زبان‌ها افتاد. بنابر این گزارش که برای دومین سال متوالی به وسیله یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر در استرالیا منتشر شد، در جهان ما اکنون نزدیک به 36 میلیون نفر برده داریم. اما واکنش دولت جمهوری اسلامی در قبال مسئله بردهداری مدرن چیه
جمهوری اسلامی در کنار سوریه، کره شمالی، جمهوری کنگو، ازبکستان و عراق از جمله بدترین واکنش ها را نسبت به این گزارش از خودش نشون داد. در میان شاخص های این گفته شده در این گزارش تنها آمار ازدواج اجباری و تجارت زنان به عنوان کالای جنسی و فراتر از آن برخورد رسمی دولت با زنان و دختران به عنوان کالاهای جنسی کافی است تا جمهوری اسلامی را در صدر لیست دولت‌های بردهدار عصر جدید قرار بدیم. برای نمونه یادآور میشیم خبری رو که جمهوری اسلامی چگونه قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد منع ازدواج کودکان رو رد میکنه و با افتخار این مطلب رو در روزنامه‌های خودش به چاپ رسوند. رژیم جمهوری اسلامی قطعنامه رو مخالف موازین شرعی اعلام کرد و همراه با سودان حاضر نشدند زیر بار منع ازدواج کودکان برند. شوهر دادن یک دختر بچه 15 ساله مخصوصا اگر اجباری هم باشه جز برده کردن اون معنای دیگه ای نداره. در حقیقت زناشویی های اجباری دختران را به بردگان خانگی تبدیل میکنه. اما مسئله بسیار فراتر از این حرفا وجود اسلام در این میانه. جمهوری اسلامی مخالفت با ازدواج کودکان رو مخالفت با شریعت اسلامی میدونه و به همین دلیل نمیتونه مخالفت بردهداری حتی به معنای اخذ و محدود داشته باشه. و مهمترین دلیل برای نداشتن اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر این مهم میتوان به موضوع اسلامی بودن قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرد که اجازه نمیده در این مورد اصلی رو در قانون داشته باشیم. بنابراین چون تردیدی وجود نداره که بردهداری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی بایدها و نبایدهای شریعت رو احکامی مقدس و ابدی میدونه و از اونها دفاع میکنه، چنین رژیمی نه تنها نمیتونه بردهداری رو ممنوع کنه بلکه حتی نمیتونه اون رو محکوم کنه و قاعدتاً چنین مخالفتهایی رو به شیوه های گوناگونی خفه میکنه. زنان به حکم قوانین جمهوری اسلامی آزادی های آنها سلب میشه. در قوانین رژیم به مرد این اجازه داده شده که با خواست اراده خودش همه آزادی های زن رو تحت اختیار داشته باشه و اونها رو خرید و فروش کنه. مهریه نماد کاملی از بردهداری. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان نقش مادری تعریف شده و نقش زنان در حوزه اجتماعی رو نادیده گرفته. مقدمه مذکور حضور و مشارکت اجتماعی سیاسی اقتصادی زنان رو محدود میکنه. کنترل آزادی ها و ایجاد محدودیت بر آنان رو به عنوان ناموس و در مالکیت مرد توجیه میکنه. در حقیقت نقش مادری و خانواده در جوامع سنتی و عقب مانده استقلال زنان رو از اونها گرفته و اونها رو تابع مرد خانواده که در قوانین حکومت اسلامی تحت عنوان رئیس و ناناور خانواده تعریف میشه قرار میده. در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و به اجبار به خواسته ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به اونها برتری دارند گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین میکنند. به دلیل اجرای قوانین اسلام در ایران زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده، بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشن. این احکام علاوه بر عوامل رژیم آخوندی توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی در مساجد، اماکن مذهبی، محافل دینی و عمومی، دینی عمومی و صدا و سیمای ملی تبلیغ میشه و تفکرات سنتی مرد سالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواسته ها و حقوق آنان بر ذهن افراد جامعه تزریق میشه. خوشبختانه در دنیای مدرن امروز با آگاهی پیدا کردن دختران و زنان از حقوقشان این مسئله بهبود پیدا کرده و انقلاب زن زندگی آزادی نماد این هوشیاری و آگاهی دختران و زنان ایران است. اما کودکان
به کودکان به خصوص کودکان کار که نمادی از بردهداری در جامعه امروز ایران و بعضا کشورهای دیگر هستند، یک نمونه دیگری از بردهداری مدرنه. کودکانی که در روزها حتی شبها در گوشه و کنار خیابانها دستفروشی و گدایی مشغولند، تجسم روشنی از فقر و استثمار که چهره تازه از بهره برداری رو به نمایش میذاره. نزدیک به 170 میلیون کودک در سرتاسر جهان مجبور به کار هستند. این کودکان که بیشتر اونها سنی بین 5 تا 14 سال رو دارن، تمام روز بدون دریافت هیچ نوع آموزشی و بدون داشتن چشم‌اندازی نسبت به آینده فقط کار میکنن. بعضی از این کودکان حتی مجبور به کار در خانه ها نیز هستند. کودکی که باید کودکی کند و بازیچه های دوران خودش رو با دوستان و همکلاسی هاش داشته باشه، به دلایل متفاوت مجبور به کار کردنه. کار اجباری یکی دیگه از مصادیق بهره برداری در جهانه. سازمان بین المللی کار نخستین سازمان بین المللی بود که پدیده کار اجباری رو به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. تلاش های این سازمان با تصویب کنوانسیون شماره 29 سال 1930 به اوج خودش رسید، کنوانسیونی که توسط کشورهای زیادی هم به امضا رسید. بر اساس مفاد کنوانسیون 29، کار اجباری عبارت است از تمام انواع کار و خدماتی که به عنوان جریمه از کسی طلب شود و فرد مسئول به طور داوطلبانه برای آن اقدام نکرده باشد. در این مورد فقط میتوان به یک مورد در قانون اساسی اشاره کرد و آن اصل 43 و بند 44 شه که گفته رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، آنگونه که بر همگان واضح و مبرهنه، در حال حاضر فرصت‌های شغلی حتی برای تحصیل کرده های دانشگاهی هم نیست و افراد در ایران برای کسب کار و درآمد با هر درجه ای از علم و دانش مجبور به همان اندک انتخاب موجودند که ممکن است بدترین کار در یک شهر بسیار دور افتاده با حقوق کم باشه. حال اگر این معنی کار اجباری نمیدهد پس چیست؟ سیاست های غلط و برباد دادن سرمایه های کشور، دزدی، اختلاس و عوامل دیگر همه و همه باعث شده که نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه در تمامی زمینه ها ایران در ورطه نابودی قرار داشته باشه. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، مذهب اسلامی شیعه، افکار پوچ و مذهبی به رهبریت علی خامنه ای همگی عوامل بدبختی مردمان ایران و کشور عزیزمونه. مردمانی که همگی زندانی و برده این رژیم هستند و از خودشان هیچ اراده و اختیاری نداشتند. به امید آزادی ایران و ندیدن بردهداری در سر تا سر این جهان. ممنون از شما که من رو شنیدید. خوشحال میشم اگه نقطه نظر پیشنهادی دارن عزیزان بشنوم. خیلی ممنون از شما جناب آقای لطفی عزیز با موضوع سخنرانی بسیار زیبایی که داشتین. من نکاتی رو اینجا یادداشت کردم که شما با توجه به قانون اساسی ذکر کردید. دقیقا این مسئله خیلی حائز اهمیت هستش که ما قوانینی که نوشته شده در داخل قانون اساسی رو بدانیم و بتونیم اون رو به سمت احقاق حق خودمون پیش ببریم، چرا که بسیاری از این قوانینی که نوشته شده، من هم با شما هم صدا هستم، توسط خود جمهوری اسلامی و احکام اسلامی که به شدت حاکم هستش بر کشور عزیزمون، متاسفانه باعث میشه که خیلی در واقع این حاکمیت اسلام رنگ قوی تری داشته باشه نسبت به حاکمیت قانون و مخصوصا قانون اساسی. ما مادهای بسیاری بررسی کردیم در قانون اساسی که حائز اهمیت است در این مورد، چرا که توسط خود جمهوری اسلامی هم در واقع اینها رد میشه و اصلا بهش توجهی نمیشه. همونطور که خود شما هم گفتی، من هم در این نظر با شما همسو هستم که بسیاری از این قوانین و بخشایی که شما فرمودین برمیگرده مستقیما به حاکمیت اسلام و حاکمیت توتالیتر دینی که ما الان شاهدش هستیم. گرچه به شخص فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی خود در نوع خودش یک ایدئولوژی خیلی قوی هستش، اما خب این مسئله هست، بسیاری از قوانین نوشته شده اما انجام نمیشه. از بقیه دوستان و شنوندگان و دوستان حاضر در جلسه اگر نقطه نظر و مسئله ای هستش که میخوام با ما به اشتراک بذارن، دوست عزیزم جناب آقای احمدی خواه عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما.
روز همگی بخیر و تبریک سال نو. ببینید، در قضیه که داشتم میگفتم برای ازدواج خردسالان یا کودکان، این الان سوایی که قوانین مزخرفی که هست و بازدارنده نیست، حتی تشریح کننده است، یک مقدارم به فرهنگ خودمونه. بالاخره یه فرهنگیه که وقتی یک اتفاقی میفته بسترش آماده است. ما یک تعدادی افراد داریم که ببخشید خیلی زوج میگم، سکس با کودک رو واسه خودشون نمیدونم مطلوب میدونن و پیرو این قضیه هم. این چیزیه که حالا درست حکومت باید مقابله کنه، ولی این یه فرهنگیه که بعد بد دیده شه تو ایران، ولی متاسفانه ساختاراش نیست و باورهاش هم نیست. یعنی اینو امتیاز میدونن که رابطه جنسی با کودک، حالا چون در قالب ازدواج یا راههای دیگه، متاسفانه این روش کار نشده. حالا یک مقدارش به خاطر قوانین کشور یا فرهنگ اسلامی یا حالا فرهنگی جا افتاده. حالا به نظر من باید آگاه بشیم و اینو جا بندازیم که این کار قشنگی نیست، کار زشتیه و فرصت زندگی رو به کودکان بدیم قبل از اینکه وارد بزرگسالی بشن. متشکرم. خیلی ممنون جناب احمدی خواهی عزیز. بله، تمام مطالبی که گفتید من با شما موافق هستم، ولی خب عرف جامعه هم هست. ما شاهد یک سری در واقع بخشایی هستیم تو شهرهای کوچکتر، روستاهای کوچکتر که متاسفانه به باورهای غلطی خیلی پایبند هستن. همین من جمله همین صحبتی که شما کردید، کودک همسری و موارد اینچنین، ازدواج های فامیلی، دختر عمو برای پسر عمو، مسائل خیلی سنتی و عجیبی که حالا سنت هم نیست بلکه ناشی از ناآگاهی افراد هست، باورهای غلط که به زبان عامیانه نافور شدن و از اینجور موارد که اصلا واقعا اسفناک هستش. بله، خب کودک همسری و چند در واقع من فکر می‌کنم چند همسری هم از همین موارد هستش که همچنان متاسفانه جامعه ما داره باش دست و پنجه نرم می‌کنه. از بقیه دوستان و همکاران عزیزی که داخل جلسه هستن، اگر دوستی می‌خواد با ما مطالبی رو به اشتراک بذاره می‌شنویمشون و دوست داریم که دوستان بیشتر مشارکت داشته باشن در این مسئله. اگر که دوستان اعلام آمادگی نمی کنن، من بانو بیرجندی عزیز مایک با شماست، بفرمایید. درود خدمت همکاران عزیز. من خیلی کوتاه فقط میخواستم بگم مطالبی که گفته شد که خب همه کامل بود، فقط یه نکته ای رو میخواستم اضافه کنم. من فکر میکنم حالا جدا از قضیه فرهنگ یا هر چیزی که بخوایم بگیم، در خانواده های حالا سنتی بیشتر تداول داشته باشه این قضیه. فکر میکنم که قضیه معیشت مردم تو این مسئله تاثیر خیلی بیشتری گذاشته. شاید از جایی هم بشه بگیم که جلوگیری کرده اگر قرار بوده آگاه تر باشن، اما انقدر شرایط بد معیشتیشون شرایطشون بد بوده، شاید مجبور به این کار بودن. به هر حال ازدواج دختران بیشتر باعث میشه که خب یک نفر از خانواده کمتر بشه، هزینه در خانواده کمتر بشه و حتی خب به این هم معتقد هستیم که شاید از طرف پدر دختر و حالا خانواده داماد یک معاملاتی حتی انجام بشه. به این صورت ازدواج ها خیلی صورت گرفته. همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون و فکر کنم بخش بزرگی به این مسئله هم ربط داشته باشه. ممنونم. ممنون بانو بیرجندی عزیز. دقیقا این هم یکی از معضلاتی هستش که ما دوباره هرچی از مرکز به سمت شهرهای دیگه یا در واقع به شهرهای دورتر که نگاه میکنیم این مسئله هست. جالبه که دو سه ماه پیش بتو کنم خود شما هم در اینترنت دیده باشین، دوستان که فعال هستن توی صفحات مجازی دیدن که دختران خردسالی رو میفروختن و جالبه که با اینا خیلی به راحتی مصاحبه میکنن. اگر اشتباه نکنم یا اگر اشتباه میکنم یکی از دوستان منو اصلاح بکنه، فکر میکنم در استانها و اون توابع شهرستان و شهرهای کوچیکی که سمت سیستان و بلوچستان بود این اتفاق افتاده بود که کلیپش پر شد و خیلی هم سر صدا کرد. اما خب هست این مسئله. یعنی در واقع چندین سال پیش یک مقاله‌ای بود که بیشتر در این رابطه صحبت شده بود، برمیگشت به کشور افغانستان
خب کشور افغانستان هم متاسفانه سالهاست با این موارد درگیره و بخش بزرگی از درگیریش همین مسئله معیشت هستش. اما امروزه متاسفانه داریم میبینیم که توی ایران عزیز خودمون هم داره این اتفاق میفته. یا اگر که برخی از خانواده ها مثلا میگن این داخل عرف جامعه پذیرانی، حالا اسم خرید و فروش رو روش نمیذارن، اما در واقع حاضر میشن که یک مبلغی رو بگیرن یا یک سند مسکنی، مال منقولی رو در واقع بزنن به اسم طرف تا بخواد این ازدواج و این کودک همسری اتفاق بیفته. جناب آقای طایف عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما. بله، درود مجدد خدمت همکاران. همین همکاران خب نقطه نظراتشون رو گفتن. به یک موضوع بردهداری، یا بخوایم بگیم بردهداری جنسی یا کودک همسری، که خب همش برمیگرده به بردهداری، میتونیم از جهت‌های مختلف نگاه کنیم. خب من از یه زاویه دید دیگه نگاه میکنم، و اینکه وقتی خب یک ملتی درون یک کشوری خب قرار گرفتن و نمیتونن بیرون برن، خب تک و توک درصدی از جامعه میتونن مسافرت برن، میتونن کشورهای دیگر رو ببینن، مخصوصا حالا تو این قبل از این 5-6 سال اخیر که حالا مدیا اومده و همه دارن همه چیز رو میبینن، همه واقعا اون تو گیر افتاده بودن. یعنی بهترین مسافرت هایی که میشد مردم ایران به راحتی برن، مشهد بود، قم بود، و جاهای زیارتی بود، کربلا بود، سوریه بود، مکه بود، عراق بود و شهرهای دیگه. یعنی اکثریت قشر جامعه اینا رو میدونستن. خب وقتی یک کشوری رو محدود نگه میداری و جای مسافرتیش میشه بهش صحرا و قبرستون و شهرهای زیارتی، و قرآن هم به خوردشون میدید، از حالا از هر ایدئولوژی که به این نمیخوایم بگیم راسته یا دروغه، حالا توهین به دین و فلان کنیم، یه چیز رو بهشون مجبور میکنی، خب راه دیگه ای ندارن اینا. اینا فقط همینو یاد گرفتن که چیزی که بهشون گفتی انجام بدن. دیروز پیروز من یه فیلمی تو اینستا دیدم که تو بیمارستان یه خانم پرستاری یه بچه رو گرفته بغلش، بعد میگه تازه به دنیا آمده، عروسمون 14 سالشه. خب وقتی یک پرستار، یک دکتر تو اون جامعه داره اینو تبلیغ میکنه، خب از قشر عادی جامعه چه انتظاری دارید؟ یا 2 ماه پیش این که میگم من خودم ندیدم، یه تعریفی از دوستان، ولی خب مستند بوده که تو تلویزیون آلمان ظاهرا یه مستندی بوده تو یکی از روستاهای اطراف مشهد، یک مستندی درست کردن که یک آلمانی رفته اونجا و این مستند رو درست کرده، گزارش گرفته. یه آقایی بوده 8 تا 9 تا زن داشته، بعد همه رو هم از کوچیکی گرفته، این زنها رو از همه رو از خردسالی گرفته، همش شدن زنه ای. بعد این آقایی که واسه من تعریف میکرد ایرانیه، خانومش آلمانیه، میگه اینا رو نشون میداد تو تلویزیون، خانومم میگفت بیا ایرانی ها همش اینطوری هن، برای اینکه آگاهی ندارن بیرون از ایران که ایران چه خبره. میگم حالا تو این 5-6 سال اخیر که مدیا اومده، ارتباطات داره بیشتر میشه، همه چی داره به وضوح دیده میشه، ولی قبل اون متاسفانه، حالا شاید کسی میومد تو از اروپا میومد داخل ایران یه چیزی رو میدید، بردهداری میدید، کودکان کار رو میدید، ولی خب میاد بیرون از ایران صداش به کجا میتونه برسه؟ خیلی محدود دوربر خودش، دیگه بیشتر از اون انتقال داده نمیشه که ببینن که داخل ایران چه خبره. واسه همینه که رسالت ما برمیگرده به رسالت ما تو همین کانون، که آگاهی رسانی کنیم. حتی از فامیل‌های خود ما داخل ایران خیلی کارا میکنن که در راستای بردهداریه، در راستای حقوق بشر نیست، ولی نمیدونن. چرا؟ چون به عقل منطق خودشون فکر میکنن که درسته دیگه، چون من میگم درسته بس درسته، ولی خب اون قانونها رو ندارن. حتی همیشه من میگم این موبایل 24 ساعت دستمون، نای این رو ندارن که رغبت این رو ندارن که گوگل کنن ببینن که این قانونهای حقوق بشری چیه، من حق و حقوقم چیه، حقوق شهروندی من چیه، حقوق ذاتی من چیه. چرا؟ چون میگن که اینو دیکته کردن که اینایی که تو فکر میکنی اینا درسته، تو همین راستا ادامه بده. واسه همینه که کشوری داریم مثل ایران که 44 ساله که نمیتونیم از دست اونا رهایی پیدا کنیم. مرسی از اینکه مایک رو در اختیار من. خیلی ممنون از شما و نقطه نظرات بسیار مهمتون که گفتین. در واقع یکی از رسالت‌های
دوستان عزیزی که اینجا هست، ما که از اعضای کانون هستیم، در واقع یکیش همین مسئله هست و بسیاری از دوستان هم تو صفحات دیگر خب فعال هستن، توی کارگروه ها، توی کمپین های دیگه فعال هستن که میتونن به نوبه خودشون بزن به هر زبونی که بلد هستن اینو اطلاع رسانی بکنن. دقیقا همین موضوع هستش. من فکر میکنم یعنی برای خود من و دوستانم که اینجا بودن اتفاق افتاد، در واقع در سال 2018 تا 2018 و 19 بسیاری از افرادی که ساکن آلمان هستن شاید بهتر بدونن، دوستان آلمانی زبون آلمانی ها متاسفانه عراق رو با ایران اشتباه می گرفتن. به طرف می گفتی که من از ایران اومدم، می گفت آها عراق، بعد اینو توضیح می دادی اصلا کجاست، چرا، به چه دلیل. بعد یکی این موارد بود. مورد دیگرش هم تا میگفتیم به صلاح ایران، حالا اونایی که میشناختن سریعا میگفتن آه اسلام، نه و این چنین نیست، یا در واقع عقیده ها مختلفه، بعد اینو میبریم توضیح میدادیم. ولی حالا به لطف رسانه های اجتماعی و به لطف انقلابی که در پیش هست باعث شده که خیلی ها در این زمینه اطلاع رسانی بکنن. من دارم میبینم یکی از کشورهایی که پرچمدار هست تو همین زمینه آلمان هستش. بسیاری از دوستان فارسی زبان با گروه‌های آلمانی همکاری میکنن تو این زمینه. ما هم میتونیم به نوبه خودمون هر موقعی که وقت داشتیم، در واقع اجباری نیستش، بعضی خب خورده میگن که نه مجبوریه، ولی خب میتونیم همکاری داشته باشیم باشون، به صورت مقاله، به صورت نوشتار اطلاع رسانی بکنیم در این زمینه که در ایران چه گذشته، چه میگذرد و چه قانونی حاکم است. اینو خب خیلی ها نمیدونستن. بله دقیقا این کلیپی هم که شما میگین، من مورد سوریه‌ای شدیدم که در هامبورگ بود، شخصی که 3-4 تا در واقع چند همسری و یکی از همسرها هم واقعا زیر سن بود و خب از طرف شهرداری بهش ایراد گرفته بودن و این ازدواج ثبت نشده بود، اما خب با هم زندگی میکردن و خب به لحاظ در واقع قوانین بشر دوستانه نمیتونستن این خانواده رو یا این خانم رو برگردونن. بنابراین یک خونه بهشون داده بودن که دوتا اتاق و 5 فرزند داشتن و 2 همسر که یک همسر دیگرش هم افتاده تو راهه. این مواردی هستش که واقعا اسفناکه و همچنان که ما داریم میبینیم همچنان هست. بله دوستان عزیز، اگر از بقیه اعضای محترم صحبتی در این زمینه داره و میخواد مطلبی رو به مطالب ما اضافه بکنه میشنویمشون. در غیر این صورت میپردازیم به سخنان بعدی بانو کیمیا قزلباش عزیز با موضوع احکام صادره بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی. اگر لطف کنید منو با اشاره دست راهنمایی بفرمایید، من مایک در اختیار شما بانو محترم قرار میدم. ممنون از شما. ممنون. قبل از هر چیز من سال نو رو تبریک میگم به همه همکاران. امیدوارم که امسال سال خوبی باشه برای همه، سالی سرشار از نور و آگاهی و سلامتی و برای کشور عزیزمون ایران آزادی باشه. موضوع سخنرانی من هست احکام صادره بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی. شروع میکنم سخنرانیمو. موج اخیر حکم‌های صادر شده علی‌الخصوص اعدام زندانیان سیاسی در ایران نگرانی‌های جدی در مورد امنیت جانی زندانیان سیاسی ایجاد کرده است. در این سخنرانی به دو دسته از موضوعات که از اهمیت بالایی برخوردارند می‌پردازیم. ابتدا برخی از موارد اساسی نقض حقوق متهمان در مرحله تحقیقات پیش از محاکمه و در طول دوره محاکمه را بررسی می‌کنیم که این موارد شامل دستگیری‌های غیرقانونی، جرم‌انگاری از مسائلی که در قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی تلقی نمی‌شوند، بکارگیری از فریب و شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری و منع دریافت وکیل مستقل می‌باشد. در بخش دوم به خود مسئله قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم، به ویژه آن دسته از مفادی که به منظور صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این سخنرانی
ابهام و عدم صراحت در قوانین را آشکار می‌سازیم و توضیح می‌دهم که چگونه این ابهامات قانونی به قوه قضایی جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا از قانون به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان و دیگر اندیشان سیاسی استفاده کند. تظاهرات گسترده‌ای که از شهریور ماه خیابان‌های ایران را به لرزه درآورده است، شاهد حضور هزاران شهروند ایرانی بوده که در مخالفت با رژیم به خیابان‌ها آمدند تا حقوق اساسی خود را مطالبه کنند. همانطور که انتظار می‌رفت، حکومت به این اعتراضات مسالمت آمیز و سایر اشکال مقاومت مدنی با خشونت و اعمال وحشیانه پاسخ داده است. از کشتار و مجروح کردن معترضان در خیابان‌ها و تبعیض در درون سیستم قضایی گرفته تا ایجاد ترس و دلهره در جامعه از طریق صدور احکام ناعادلانه و غیر قابل توجیه. تا همینجا 4 حکم اعدام به منظور عبرت دیگر معترضین در مورد پرونده‌های حقوقی محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی صادر و اجرا شده است. علاوه بر این موارد، در ماهای پس از شروع جنبش، اعدام‌های دیگری هم در بلوچستان، زاهدان و دیگر شهرهای ایران نیز صورت گرفته است. این اعدام‌ها موجب خشم مردم ایران شد و به طور گسترده‌ای مورد نکوهش جامعه جهانی قرار گرفت. همچنین احکام شدید دیگری نیز هم صادر شده است، اما با توجه به اهمیت و حساسیت زمانی موضوع اعدام، ما در این مطلب عمدتاً بر قوانین و رویه‌های قضایی تمرکز خواهیم داشت که بیشتر به احکام اعدام صادر شده و در بخش اول قوانین مرتبط با اعدام را بررسی می‌کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که چگونه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به قضات از پیش تعیین شده و حامی حکومت در دادگاه انقلاب اجازه می‌دهد تا با استفاده از قانون جزا و نظام حقوقی قوه قضاییه را عملاً به بازوی دستگاه سرکوب حکومت تبدیل کنند. در بخش دوم به سراغ مفادی در قانون مجازات اسلامی می رویم که به طور خاص موجب تسهیل در تخلفات قضایی شده، با استانداردهای بین‌المللی شفافیت حقوقی مغایرت داشته و به دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران اجازه می دهد تا فساد سیاسی و ایدئولوژیک عقیدتی را به قوه قضایی بست دهد. بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران به قوانین خود از همان اولین لحظه دستگیری یکدگراندیش آغاز می شود. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی هایی بدون حمل سلاح آزاد است. علاوه بر این اصل اجتماعات و راه پیمایی ها را منوط به کسب مجوز رسمی هم نمی داند. بنابراین دستگیری شرکت کنندگان تظاهرات مسالمت آمیز توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی اساساً نقض قانون اساسی کشور است. شایان ذکر است که نوعی ابهام در اصل 27 قانون اساسی وجود دارد. این اصل مدعی است که اجتماعات به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اما منظور از اخلال به مبانی اسلام توضیح داده نشده است. این پیوست نه تنها اساساً با استانداردهای بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در آزادی بیان در تضاد است، بلکه همچنین موجب شده است که حکومت که بقای خود را مترادف با این مبانی اسلام غیر شفاف می‌داند، اجازه داشته باشد تا تظاهرات مسالمت آمیز را سرکوب و شکایت کنندگان را به شکل وحشیانه‌ای دستگیر کند.
یکی از اصطلاحاتی که توسط رسانه‌های مرتبط با حکومت، مقامات سیاسی و قضایی و حامیان حکومت به کار گرفته می‌شود تا توجه را به معترضانی که از نظر آنها تأثیرگذار یا جسورتر هستند جلب کند، استفاده از اصطلاح لیدر است. این در حالی است که لیدر بودن در هیچ کجای قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرم تعریف نشده است. این اصطلاح که احتمالاً توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی به رسانه‌های حامی دولت رسیده است، با معادل فارسی آن یعنی رهبر استفاده نمی‌شود و از کلمه انگلیسی لیدر استفاده می‌گردد. این امر به احتمال زیاد به این دلیل است که معادل فارسی آن برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای محفوظ است. این برچسب انگلیسی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از بار معنایی منفی برخوردار است و اغلب با تئوری‌های توطئه‌ای همراه است که به اصطلاح لیدرها را عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نشان می‌دهند و معترضان را به انجام اعمال خشونت‌آمیز و دیگر ادعاهای بی‌اساس مرتبط می‌کنند. در حالی که استفاده استراتژیک رسانه‌های جمهوری اسلامی از این واژه نشانه عدم صداقت و استقلال این رسانه هاست، بکارگیری از این اصطلاح موجب تبعات قانونی بسیار زیادی برای معترضان می‌گردد، چرا که هم توسط قضات و دادستان‌ها استفاده می‌شود و هم در مکاتبات رسمی قضایی به چشم می‌خورد. این اتهام در دادگاه‌ها و همچنین در مصاحبه‌ها و تفسیرهای رسانه‌ای به عنوان راهی برای نشان دادن جدیت اتهامات یا به منظور صدور احکام شدیدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض مطرح می‌شود. در نتیجه بسیاری از متهمان و خانواده‌هایشان با اصرار بر اینکه لیدر نبودن، در جریان محاکمه ها و مصاحبه ها به دنبال اثبات بیگناهی خود هستند. این امر نشان می دهد چگونه سیستم قضایی ایران با جنبه سیاسی دادن به برخی اصطلاحات از آنها استفاده ابزاری می کند. اصطلاحاتی که هیچ گونه مبنایی در قوانین و روند حقوقی کشور ندارند. پرونده حقوقی حمید و فرزانه قره حسنلو در این زمینه بسیار قابل توجه است، چرا که این پرونده یکی از مواردی است که در آن به گفته وکلای آنها اتهام لیدری به عنوان یک اتهام رسمی در کنار اتهام دیگر آنها به دست داشتن در کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات خیابانی هم مطرح شده است. در واقع اتهام لیدری به پرونده حقوقی حمید و فرزانه قره حسنلو دوتا اتهام بهشون خورده، لیدری و در واقع کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات خیابانی. اصرار سرسختانه دادستان بر اتهام لیدری و همچنین انکار متهمان اهمیت این اتهام فراقانونی را در فضای سیاسی شده کنونی سیستم قضایی بیشتر می‌کند. اساساً استفاده گسترده از اصطلاح لیدر که با هدف ایجاد ترس و دلهره در معترضان و عموم مردم به کار گرفته می‌شود، یادآور عدم استقلال قوه قضاییه و پیامدهای شدیدی برای کسانی دارد که به دلیل شرکت در اعتراضات خیابانی دستگیر می شوند. شکنجه و فریب در بازجویی ها با هدف گرفتن اعترافات اجباری. گزارش های مبنی بر استفاده گسترده از شکنجه پس از این بازداشت های غیرقانونی و همچنین در طول دوره بازجویی با
با هدف گرفتن اعترافات اجباری به دست آمده است. این موارد معمولاً به این صورت است که فرد بازداشت شده را مجبور می کنند که به استفاده از سلاح یا خشونت در مقابل نیروهای امنیتی و لباس شخصی و گاهی به برنامه ریزی برای حمله تروریستی فرضی اعتراف کند، و در نتیجه اعترافات و شکنجه های اجباری با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه مغایرت دارد. اصل 38 قانون اساسی تصریح می کند که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. با این حال این التزام از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. آنچه استفاده از شکنجه را بیش از پیش نگران کننده می سازد این حقیقت است که بازجوها اغلب شکنجه را با فریب ادغام می کنند. این موضوع در مورد بسیاری از پرونده های اخیر از جمله دو جوانی که در نهایت اعدام شدند آشکار شد. گرفتن اعترافات تحت شکنجه امری غیر قانونی است و طبق اصل 38 فوق ذکر اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متهم حق دارد اعترافاتی را که تحت شکنجه اقرار کرده در دادگاه پس بگیرد. برای دور زدن این بند، تیم‌های بازجویی اغلب به حیله‌گری متوسل می‌شوند تا از انکار اعترافات توسط متهم جلوگیری کنند. آنها این کار را یا با تهدید یا با وعده مجازات‌های سبک‌تر و انفصال پرونده و آزادی پیش از موعد انجام می‌دهند. و هرچند فریب بازداشت شدگان و استفاده از چنین روش‌هایی مستندسازی شده است، اما اهمیت و پیامدهای آنها به ندرت مورد بحث قرار می‌گیرند. برای مثال این گونه فریبکاری‌ها معمولاً در رابطه با افرادی صورت می‌گیرد که از طبقه اقتصادی اجتماعی محروم‌تری برخوردار هستند و به همین دلیل دسترسی به مشاوره حقوقی مناسب و حمایت رسانه‌ای هم ندارند. مسئله دیگری که موجب می‌شود که این روش‌ها برای بازجویان جواب بدهد این حقیقت است که عموم مردم به حاکمیت قانون و عدالت قانونی کشور اعتماد ندارند و در صورت نداشتن دانش و تجربه کافی ممکن است فکر کنند که روابط شخصی، پارتی بازی و ایجاد رابطه خوب با افرادی که مسئول پروندهشان هستند در نهایت تنها گزینه ای است که می تواند موجب آزادی آنها یا دریافت حکم سبکتری شود. ادغام شکنجه و فریب به ویژه در اعدام‌های اخیر محسن شکاری و مجید رضا رهنورد مشهود بود. این دو جوان هر دو تحت فشار قرار گرفتند تا اتهامات رسمی را در جریان محاکمه خود بپذیرند و از رسانه‌ای شدن پرونده خود خودداری کنند. این فریبکاری شامل حال خانواده‌های متهمین نیز می‌شود. این خانواده‌ها تهدید شده و به آنها هشدار داده می شود که با رسانه ها تماس نگیرند. هر دو مورد خانواده ها یک روز قبل از اعدام دو زندانی برای ملاقات با آنها فرا خوانده شدند، اما نمی دانستند که عزیزانشان با اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. مقامات جمهوری اسلامی هیچ ابایی از بکارگیری آموزه ها و منابع دینی به عنوان ابزار فشار بر خانواده ها ندارد. آنها از این روش استفاده می کنند تا خانواده ها به احکام سنگین حتی حکم اعدام اعتراض نکنند. در برخی موارد مقامات قضایی به خانواده هایی که عمدتاً از قشر محروم جامعه هستند میگویند که اعتراض به احکام سنگین فرزندشان به معنی مخالفت با احکام خدا و پیامبر اسلام محسوب می شود. این روش های ایجاد ارعاب یادآور سرکوب زندانیان سیاسی دهه 60 توسط جمهوری اسلامی است. حق انتخاب وکیل.
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلام تصریح می‌کند که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، که این اصل منطبق با موازین بین المللی یعنی مفاد 10 و 11 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دسترسی به عدالت، هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی در باز زمانی معقول برخوردار گردد. مصوبه 1948. با این حال اصل 35 قانون اساسی با تبصره بحث برانگیز ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به جرایم امنیتی می باشد مغایرت دارد. این تبصره نقض آشکار حق اساسی متهمان برای انتخاب وکیل خود است. این تبصره تصریح می کند که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی متهمان واقعا چنین حقی ندارند و باید در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از وکلای دادگستری را از فهرست ویژه‌ای که رئیس قوه قضاییه تنظیم می کند انتخاب کنند. این مصوبه در زمان تدوین قانون آیین دادرسی کیفری و پس از آن دائما موضوع بحث حقوقدانان ایرانی بود. در پرونده‌های اخیر مربوط به اعتراضات، غالبا وکلای تعیین شده از سوی دادگاه برخلاف میل متهمان به آنها تحمیل شده. اگرچه تبصره ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری مسبب نقض آشکار حقوق اساسی متهمان است، اما با توجه به این نکته ضروری است که این تبصره مشخصا فقط مرحله تحقیقات مقدماتی اطلاق می شود و شامل وکالت در مرحله محاکمه و دادگاه نمی گردد. با این حال قوه قضاییه قوانین و مقررات داخلی را نقض کرده و عملا متهمان پرونده های سیاسی را از انتخاب وکیل مستقل حتی در مرحله محاکمه باز می دارد. اقدامی که عواقب جدی برای متهمان این پرونده ها داشته است. وکلای تسخیری که توسط دادگاه انتخاب می شوند ثابت کردند که یا تمایلی به اعمال قوانین و رویه های قضایی موجود به نفع موکلان خود ندارند و یا در انجام آن ناکارآمد هستند. آنها قبل از دادگاه به موکلین خود مشاوره کافی نمی دهند و در طول دوره محاکمه به شکل مؤثری از موکلین خود دفاع نمی کنند. اگرچه شرح کامل محاکمات منتشر نمی شود و در نتیجه ارزیابی بسنده از آنچه دقیقاً در دادگاه اتفاق می افتد غیر ممکن است، اما نگاهی گذرا به گزیده محاکمات که توسط رسانه‌های داخل ایران منتشر می شود به ما نشان می دهد که اکثراً این وکلای تسخیری فقط حداقلی از وظایف قانونی و رسمی خود را در برابر قاضی انجام می دهند و در نتیجه دفاعیت آنها از موکلان خود عمدتاً بی ثمر و به درد نخور هستند. به گفته متهمان، وکلای تعیین شده توسط دادگاه در جلسات بسیار مهم مشاوره پیش از محاکمه یا مرحله تحقیقاتی شرکت نمی کنند و عملاً فقط در خود جلسه دادگاه حاضر می شوند. در نتیجه بجز چند مورد استثناء در جلسات دادگاه که بسیار حساس هستند، دفاعیات بسیار ناقص و ناکارآمدی صورت می‌گیرد. اینکه وکلای تسخیری به درستی از وکلای خود دفاع نمی‌کنند در درجه اول ناشی از عدم استقلال این وکلا و وابستگی‌هایشان به حکومت است. در درجه دوم این حقیقت وجود دارد که تعداد زیادی پرونده به یک باره به این وکلای دادگستری سپرده می شود و موجب می شود که آنها حتی در صورت تمایل زمان کافی برای تهیه یک دفاعی سنجیده را نداشته باشند. این موضوع توسط برخی از این وکلا تصدیق شده است. به عنوان مثال در دو مورد اعدامی
بیشتر ذکر شد، هر دو وکیل تسخیر نتوانستند از چارچوب قضایی برای نجات موکلان خود به درستی استفاده کنند. آنها پیش از موعد درخواست تجدید نظر دادند، با اینکه این موضوع ثابت شده است که انجام این کار در چنین پرونده های حساسی در واقع به ضرر موکلین تمام می شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به طور گسترده‌ای احکام صادر شده بر اساس محاکمه‌های ساختگی و قتل‌های انتقام‌جویانه را محکوم کردند. معترضان به جرائم متعددی متهم شدند، اما سه مورد از این اتهامات شدیدترین پیام‌ها را برای بازداشت شدگان به همراه دارد و اغلب با احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت روبرو می‌شوند. این سه مورد شامل محاربه، افساد فی‌الارض و بقی می‌باشد. برای بررسی بیشتر این نکته اجازه دهید به عنوان نمونه به ابهام ذاتی که در مفاد مربوطه به محاربه وجود دارد نگاه کنیم و ببینیم که چگونه قوه قضاییه ایران اخیراً آنها را علیه معترضان دستگیر شده به کار گرفته است. طبق ماده 279 از قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا وحشت آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. مجازات محاربه سلب است وقتی صحبت از شفافیت، وضوح و اصول عدالت به میان می‌آید. این قانون از سه جنبه عمده دارای نقض است. الف، جرم انگاری از کشیدن سلاح حتی در مواردی که به هیچ نوع جراحت یا مرگ ختم نشده است، بی تردید در تضاد با قوانین بین المللی است که کشورها را ملزم می سازد که در صورت وجود مجازات اعدام، این مجازات را فقط برای جدیترین جنایات یعنی قتل عمد اعمال کنند. ب، در اینجا در این که مفهوم مردم چطور تعریف می شود نیز ابهام وجود دارد. مثلا برخی از کارشناسان حقوقی ایران در مورد محسن شکاری که گفته می شود فقط جراحت خفیفی به یکی از نیروهای امنیتی وارد کرده، استدلال کردند که حکم محاربه جایز نبوده است. از این گذشته گفته شده که آقای شکاری در مقابل یک نیروی امنیتی سلاح کشیده است که نیروهای امنیتی عموماً تحت عنوان مردم دسته‌بندی نمی‌شوند. در اینجا می‌بینیم که چگونه قانون نه تنها در اذهان عموم مردم، بلکه برای کارشناسان حقوق ایران هم نیز مبهم است. در این قانون مشخص نشده که منظور از ایجاد ناامنی در محیط چیست و با چه معیاری میتوان چنین اقدامی را تشخیص داد. این نقص بزرگ در قانون موجب اختلاف علنی دیگری در میان کارشناسان حقوق ارشدی ایران به ویژه در پرونده آقای شکاری شد. برخی از کارشناسان حقوقی مدعی شدند که اقدامات آن نمیتوانسته فضای ناامنی را ایجاد کرده باشه و قاضی نمیتونسته از نیت واقعی محسن شکاری آگاه شده باشه. استفاده از لغت جان در عبارت کشیدن سلاح به قصد جان ظاهراً باید متضمن عمل کشتن باشد و نه صرفاً مجروح کردن. با این وجود این امر در قانون به صراحت بیان نشده است و به قضات این آزادی عمل را می‌دهد که قانون را آنطور که صلاح می‌دانند تفسیر کنند و برای ایجاد جراحت خفیف مجازات اعدام صادر کنند. در واقع بیشتر این احکام از قبل توسط رهبری تعیین شده است و تنها در دادگاه‌هایی که به صورت نمایشی برگزار می‌گردد از طریق قاضی حکم ابلاغ می‌شود. جیم، طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه با یکی از چهار مورد اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد انجام می شود و در ماده 283 آمده که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده 282 به اختیار قاضی است.
بسیاری از حقوقداران ایرانی در مورد محاکمه محسن شکاری استدلال کردند که در مواردی که در اثر کشیدن سلاح جانی از دست نرفته است، قاضی باید مجازات کمتر را انتخاب کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه خوشبختانه در ایران سابقه ای از احکام قطع عضو و سلب وجود ندارد، انتظار عمومی این بود که در مواردی مانند پرونده محسن شکاری حکم نفی بلد باشد، اما واضح است که قضات دادگاه انقلاب با سوء استفاده از این قانون مسئله من و دادن حکم اعدام به جای تبعید به دنبال این بودند که محسن شکاری را تبدیل به درس عبرتی برای دیگران سازند. خانم غزل باشه عزیز، من عذرخواهی میکنم که شما را قطع میکنم، من صداتون رو الان ندارم. من عذرخواهی میکنم ازتون. اگر که سخنرانیتون ادامه دار هست، من خواهش میکنم که ما به یه بخشی از سخنرانی شما بپردازیم و در ادامه مجددا میتونیم که در دو بخش اینها رو اضافه بکنیم. اگر تمایل داشته باشیم، من فکر کنم اینجوری خیلی بهتر باشه، به دلیل اینکه محدودیت تایم داریم و از طرفی هم مطالب شما بسیار گسترده بود و های زحمت هستش که بخوایم نکته به نکته پیش بریم. فکر می‌کنم یکی دو جلسه، شاید 3-4 جلسه تا این زمان ببره. بنابراین ما بپردازیم اول به نظر دوستان، نظر خود من، بعد اینها رو شما خیلی قشنگ دسته‌بندی و طبقه بندی توضیح دادین و لازم به ذکر هستش که هر کدوم از اینا ما میتونیم راجبش بحث بکنیم ساعت‌ها و به یک نقطه نظر مشترکی برسیم. من روی صحبتم رو برمیگردم به ابتدای صحبت شما که 3 نکته خیلی مهم داشت بابت 3 حکمی که بابت در واقع انقلاب جدیدی که انقلاب نوینی که ما در پیش داریم دارن احکام صادره که از قوه قضاییه که مستقل هم نیست صادر میشه، من جمله قوه قضاییه تهران، شیراز، اصفهان که زبان زد خاص و عام هست اجرا شده. یک بحث مهمی که شما به درستی اشاره کردین، پرونده های این عزیزان رو که نگاه میکنین، اقدامات علیه امنیت ملی هستش که به وفور به چشم میخوره، تبانی، مشارکت در اعتراضات و اختشاشات هستش که به وفور ازش نام برده شده. در اکثر مواردی که در واقع منجر به سلب حیات میشه و همون حکم اعدام، ما محاربه رو داریم و در مورد چند تن از عزیزان هم ما سب و نبی رو داشتیم، اهانت مقدسات بالا من نمیدونم چطور، ولی خب به رهبری هم ظاهرا این اشاره ویژه‌ای داره که ظاهرا رهبر هم مقدس هستن و شامل این حکم میشن، یعنی به راحتی به این افراد حکم سب و نبی رو میدن. من در این رابطه خیلی صحبت زیادی دارم، اما سعی میکنم خیلی کوتاه بخوام بابت اینها صحبت بکنم. خب ما قوه قضاییه مستقل که نداریم، کاملا مشهوده، اما قبل از وقوع انقلاب زن زندگی آزادی ما داشتیم تلاش میکردیم برای احکام صادره از قوه قضاییه که مربوط به قطع عضو بود در شهرهای مختلفی من جمله مشهد، آذربایجان و تهران ما احکام صادره مبنی بر قطع عضو رو داشتیم و بلافاصله بعد از وقوع انقلاب هم ما شاهد این احکام هستیم که ناعادلانه، که اصلا نمیشه گفت ناعادلانه، بلکه اصلا هیچ روند عدالتمندی عدالت جویانه داخلش نیست. از وکلای تسخیری شما صحبت کردیم که من در این باره میخوام اضافه بکنم که اینا وکلای اجباری هستن، مثلا تسخیری شاید اگه بخوایم حذفش بکنیم خیلی حائز اهمیت باشه. وکلای اجباری و تحمیلی شاید اسمشو بذاریم خیلی بهتر باشه. این هم یک دادگاه، در واقع یک دادگاه نمایشی هست و تمامی این وکلا در نقش بازجو ظاهر میشن و خب احکام صادره ما توی مقاله خیلی مهمی هم داریم، الان صحبت دوستانی که فعال حقوق بشر هم هستن همین هستش که در بازجویی ها اصلا نباید اعتراف کرد. خب
اون دوستانی که اینجا بیشتر فعال هستن میدونن که ما توی بازجویی هم دو نوع بازجو داریم که همون به اصطلاح عامیانه پلیس خوب پلیس بد این نقش رو بازی میکنن و همین هم باعث میشه که بسیاری از بازداشتی ها و معترضین عزیز ازشون سوء استفاده بشه، خیلی اعتماد بکنن و به مواردی اعتراف بکنن. ما دیگر دوستانی رو داشتیم که حتی وایس هاشون در اومده بیرون، کلیپ هاشون هستش که به صراحت اشاره میکنن که ما رو میبردن که اعدام بکنن. و چقدر خوبه که ما الان وارد همین الان که ما وارد زندان تهران بزرگ شدیم و داریم این وایس رو پر میکنیم یا از تلفن تماس میگیریم، خیلی خوشحالیم که از اون بار فشار روانی خارج شدیم، چون ما رو هر روز میبردن برای اجرای احکام در خانه های امنیتی. من صحبت در این مورد خیلی دارم ولی ترجیح میدم که بقیه دوستان مشارکت بکنن. فکر میکنم یکی از دوستانی که خیلی در این باره بخواد مطالبش ما رو کمک بکنه جناب آقای احمدی خواه عزیز هستش. به وفور من دیدم نظرات ایشون همیشه آموزنده هستش. جناب آقای احمدی خواه، من میخوام از شما اول دعوت بکنم نظر خودتون در بخش نخست سخنرانی بانو قزلباش اگر مطلبی هست که اضافه بکنین ما خوشحال میشیم که شما رو بشنویم و بعد هم از دوستان دعوت میکنم که مشارکت کنن. درود و وقت بخیر جناب شیر محمدی، چون لطف دارید. ببینید حالا در رابطه با بحث شما و خانم قزلباش، شما میگین وکیلایی که میگیرن که اولی که این وکیل ها معتقد به ولی فقیه، این خودش نقض قرارده، طرف اومده ضد ولی فقیه صحبت کرده، این معتقد میبینیم هم شاهده هم منسی که تو جلسه میاد یه جورایی دنبال اینه که فردی که به اصطلاح خودشو متهمه قانع کنه که بیاد عذرخواهی کنه و هیچ نوع دفاعی هم نمیکنه، یعنی محرز بازه خود اون وکیل که این فرد متهمه، یعنی یه جرمی انجام داده، در صورتی که خب کسی که رفته اعتراضی رسن باور نداره و یه فرمالیته است و میبینیم که به جایی که دفاع کنه بهونه میده دست قاضی که قاضی رأی محکمتری بده و این اصلا هیچ چیز جالبی نیست و یه جورایی میشه گفت همش نمایشه و متاسفانه هم خب این روند داره میره جلو. به گفته شما پلیس بد و خوب میان یه طرف توی یه وضعیتی قرار میدن که یه طرف احساس کنه، احساس امنیت کنه، بکنه مثلا یه دوستیه یا یک دلسوزیه اونجا نشسته، در صورتی که همچین چیزی نیست. اون فرد میخواد فقط حرف از زیر زبون طرف کشه و ادلهشو بیشتر کنه، در صورتی که اصلا الزاما نیازی زیاد خاصی هم به ادله نداره، اینا فقط میخوان ظاهر سازی کنن و حکم از قبل مشخصه و 100% به دید اونا متهمن ضد حکومت اسلامی بلند شدن و اگر اعدام نشن لطف کرده حکومت، همونجوری هم که دیدیم که میاد خونه خامنه ای بعد از اعتراضات میاد عفو میده. آقا چی رو عفو کردی؟ طرف اعتراض کرده، آیا مشکلات حل شده یا دروغ گفتن؟ اینو بعد مردم خواهان باشن که آیا اینهایی که اومدن اعتراض کردن آیا حرف بی ربطی زدن، آیا خواسته ناحقی داشتن؟ بعد شما تازه عفوشون کردین. وقتی طرف حرف اعتراض بدی نکرده کی رو عفو کردین؟ شما بعد خودتون عفو شین توسط مردم. متشکرم. ممنون از شما جناب احمدی خواه عزیز. دقیقا همین ازش من خیلی بررسی کردم یک قانونی رو در مورد بازداشتی ها. خب ما تو قانون به صراحت اشاره شده که ما حق سکوت داریم در این مواقع، اما وقتی که بیشتر بررسی کردم با چند تن از بازداشتی ها که شرکت میکردن در جلسات دفاع از حقوق بشر تو حالا اسپیس های توییتری یا توی کلاب هاوس میکنن شرکت میکردن، میگفتن انقدر بار فشار روانی اونجا زیاد هست که اصلا اینا میخوان ما رو بشکنن، یعنی به راحتی ما نمیتونیم بگیم خب ما استفاده میکنیم از حق سکوتمون تو موارد بازداشتی و بعد اونجا میخوایم وکیل تسخیریمون، حالا همون وکیل اجباری که بخواد یه قانونی رو نقض بکنه و ما بخوایم به حق در واقع دسترسی آزادانه به وکیلی که انتخابی خودمون هست رو داشته باشیم. بنابراین این اصلا یک امید واهی بود و در واقع اصلا انجام نمیشه که خیلی از معترضین بخوان از این حق استفاده بکنن، از حق سکوت. بنابراین من هرچقدر بررسی کردم توی قانون دیدم هست، اما مثل بسیاری از قوانینی که داخل قانون اساسی هم اصلا نمیذارن که اجرا بشه توسط همون بازجوها و بسیاری از این افراد معترض هم
وقتی که ما بیشتر بررسی میکنیم باهاشون صحبت میکنیم میبینیم که متاسفانه عدم آگاهی در این موارد بالا بوده. حالا بسیاری از وکلا الان اومدن و دارن بررسی میکنن که بیان راهکارهایی رو بدن بابت این اعتراضات که طرف از قبل برای خودش یک پیشبینی هایی رو بکنه، یک سناریو یا یک در واقع اقداماتی که میخواد انجام بده رو توی ذهن خودش باور بکنه که وقتی براش اتفاق افتاد اونجا نشکنه توسط این بازیهایی که میان و به اصطلاح همون پلیس های خوب و بد که به راحتی بخوان اعتماد بکنن به افراد و بعد از اون طرف هم یک سری از اتهامات رو در واقع نسبت بدن به طرف و طرف هم یهو میبینیم که بله حکم محاربه. جالبه که این اعتراضات یه فرد معترضی هم بود، من اسمش خاطرم نیستش، جلوی قاضی فیلمش در اومده بود، شاید برخی از دوستان دیده بودن که بودم آقا من سر کوچه‌مون در واقع سقاخونه دارم، من یه معترضم، آخه رو چه حساب به من محاربه دادیم؟ بعد از اون طرف ما اخراج در واقع اساتید و رئیس دانشکده حقوق رو داشتیم در داخل تهران که به همین احکام محاربه و سب و نبی و فساد فلعرض اعتراض داشت. خب بعد از دو سه بار اعتراضشون رو اخراج کردن و هر کی که به این قانون اعتراض میکنه میگه طبق قوانین شریعت و حکومت اسلامی که خود شما دارید میگید این حکم غیر قابل اجراست. ما اوایل اعتراضات هم اگه یادتون باشه جمعی از وکلا رو دستگیر کردن و به جمعیشون گاز اشکاور پرتاب کردن که بانو قزلباش خیلی قشنگ اشاره کرد که بسیاری از این موارد این تجمعات مسالمت آمیز بوده، حق سلاح نبوده. بعد ما اون طرف میبینیم مثلا اجهی میاد یه حرف در واقع حرف یا چرف کنم یا بگویی میکنه که هرکی میخواد اعتراض بکنه بیاد اما مجوز بگیره. خب ما بیایم مجوز بگیریم که خود شما بیاید ما رو بازداشت بکنید، مثلا چی دارید میگید؟ جناب آقای بازاران عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما رو. درود بر شما دوستان و همکاران عزیز. اول تشکر میکنم از فانو قزلباش بابت سخنرانی کاملشون. متاسفانه به دلیل کمبود وقت نتونستیم بیشتر در خدمتشون باشیم، امیدوارم در جلسات بعد بتونیم مابقی سخنرانیشون رو بشنویم. میخواستم یه اشاره بکنم که به همین قسمتی از سخنرانی بانو قزلباش که اشاره کردن به اعترافات اجباری، یک نمونه زنده‌ای که الان وجود داره که اعتراف اجباری گرفتن از ایشون، الان در کانادا هستن، یه مستندی هم از ایشون تهیه شد و داخل یکی از شبکه‌ها کامل پخش شد و ایشون توضیح دادن کامل به چه صورت این روان پیش رفته بود. ایشون در کانادا تحصیل می‌کردن و وقتی که برگشتن به ایران دستگیرشون کردن و به عنوان واهی که حالا برنامه‌ای که ایشون طراحی کرده بودن جاهایی ازش استفاده شده بود که حتی خودش هم خبر نداشت، بهشون حکم اعدام داده بودن بر این اساس که ایشون رو آورده بودن، بهشون وعده هایی داده بودن، گفته بودن شما بیاین این اعترافات رو بکن ما شما رو آزاد میکنیم. اعترافات رو به همین صورت که ایشون انجام داده بود از روی برگه خونده بود داخل تلویزیون پخش کرده بودن و این بهانه شده بود برای حکم اعدام که صادر بکنن و بعد از اون هم خودشون حالا به یه دلایلی تقلیلش دادن به حکم حبس ابد. یه مرخصی که بهشون دادن خوشبختانه تونست فرار بکنه، از کشور خارج بشه و الان داخل کاناداست. منظور این که مواردی که الان هم پیش میاد سناریوهای تکراری هست که دارن اجرا میکنن و در سالهای گذشته هم اجرا کردن. کسایی رو که دستگیر میکنن دسترسی به وکیل مستقل ندارن و بهشون وعده میدن شما بیاین این اعتراف رو انجام بدین و ما این پوان رو برای شما در نظر میگیریم، در صورتی که کسانی که صداشون رو بلندتر کردن زمانی که دستگیرشون کردن و زیر بار اعتراف اجباری نرفتن مثل بانو نسرین ستوده، اینها رو نمیتونن با اینکه از نظر اونها جرم مرتکب شدن ولی نمیتونن اعدام بکنن یا صداشون رو خفه بکنن. پس به هر شکلی که شده کسانی که دستگیر میشن باید صداشون رو به بیرون برسونن و زیر بار این ظلم و جور نرن که بیان اعتراف اجباری انجام بدن. متشکرم، وقت دوستان رو نمیگیرم، ماکرو رام بکنم.
ممنون جناب بازاران عزیز، دقیقا به نکته خوبی هم اشاره کردید، اعترافات اجباری که من دیگه اصلا به اون بخش نپرداختم به دلیل اینکه دیگه اصلا سناریویی هستش که همیشه بوده. شما از 67 و خاوران بگیرید که حالا اون موقع چون بلوشا بود خیلی راحت تر این اعدامات اتفاق می افتاد، تا به همین الان که 88 رو بگیرید بیاید جلو 96 و به همین ترتیب همین انقلابی که الان در پیش داریم هم به همین منوال هست. این سناریوی تکراری که فیلمو میگیرن وعده وعید میدن، بله وایس هایی که از داخل زندان تهران بزرگ میاد هم همین هست. بسیاری میان میگن ما تحت فشار بودیم، ما اصلا اعتراف نکردیم. بل اصلا خود بحث اعتراف هم یه نکات حقوقی داره که حالا بعدا باید بهش بپردازیم. اقرار هستش، اعتراف هستش، زیر شکنجه هستش، اینا همش باید مشخص بشه. اینکه صرفا شما یه کلیپ دیگه هم آقای بازاران در اومده بود که طرف رو گرفتن، بعد صدای اون نفری که داشت میومد هم جالب بودش که میگفت بگو بگو اعتراف کن، بگو 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 آفرین، اینجوری داشت اصلا داشت القا میکرد به طرف، که یکی از خانواده هایی بود که فرزندش رو از دست داده بود که بیاد اعتراف بکنه. بعد چقدر زشت و زننده که در واقع میان پیشنهاد پول میدن که فرزند شما که تو این راه آزادی کشته شده جانشو داده بخوام با پول بخرن، یا بیان انواع اقسام اعترافات دیگه الان قشنگ کشیده شده به خانواده ها. من جمله آقای احمدی خواهم یه گوشه اشاره کردم به عفایی که خامنه ای داده. خیلی جالبه که ما ندیدیم زندانی های سیاسی مطرحی آزاد بشن، یعنی اونهایی که پرچمدار و در واقع به نوعی سالهاست که دارن مبارزه میکنن، سالهاست که صدای معترضین بودن، سالهاست که صدای آزادی خواه مردم بودن، اینها آزاد نشدن. یعنی افرادی بودن که در واقع این عفی که دادن، حالا اولی که یک تعداد ارقامی که اولا مشخص است، بعد طبق کلیپ ها و اخباری که از خود خبرگزاری داخل میاد هیچ موقع این اعداد و ارقام با هم همخونی نداره، که این که اصلا همیشه میدونیم، ولی خب اصلا مشخص نشد که این افراد کیا بودن، چه تعداد بودن به صورت مشخص. و خب افرادی که در واقع دستگیر کردن و همیشه الان در صفحات اسمشون هست، اینا چی شدن، چرا اینا آزاد نشدن؟ من جمله از این بازداشتی‌ها خب آقای آرش صادقی بود، حالا الان آزاد هستم، من جمله آقای سهیل عربی بود، من جمله خانم منفرد بود، اینجا اسامی‌هاش هست، هستن شما یه سرچ بکنید زندانیای سیاسی که به قولی از اول مطرح بودن، خانم قلیان بود که خب دیدین شما بعد چه اتفاقی افتاد، اینها اصلا آزاد نشدن. افرادی آزاد شدن که بعد یه شرط و شروطی هم بین خودشون همیشه میذارن دیگه، کسی که اومده شرکت کرده در اعتراضات سابقه نداشته باشه، جرمی تا حالا مرتکب نشده باشه، یه دیگه خیلی در واقع کمی رو آزاد کردن که هیچ صدایی هم ازشون در واقع شنیده نمیشه دیگه. بعد ما در یه بخش من اضافه بکنم، بسیار از افرادی هم که آزاد کردن نمونه داشتیم، خب اینا خودکشی کردن، در واقع اینا خیلی مسئله مهمیه که چه اتفاقی میفته که یک وکیل بعد از اینکه آزاد میشه خودکشی میکنه. در شهر اصفهان بود یا سمیرون بود که این اتفاق افتاد برای یک بانوی، و موارد این چنینی که آزاد کردن و متاسفانه طرف خودکشی کرده، اینا همش بحث بسیار مهمیه. از بقیه دوستان و همکاران و دوستان حاضر در جلسه خوشحال میشیم که اگر نقطه نظری در این باره دارم، میدونم که این خیلی بحث گسترده ایه و هر چقدر میگم دو سه جلسه هستم باید فقط در رابطه با این صحبت بشه، ولی اگر نقطه ای هستش که میخوان به بحث اضافه بکنن ما میشنویمشون. خب جناب بازاران، ما ساعت 15 و 13 دقیقه هستش، من فکر میکنم 15 دقیقه میتونیم که یعنی وقت داریم که سخنرانی بانو قزلباش رو ادامهش رو گوش بدیم، یا اینکه در واقع روی صحبتمون رو برگردیم به بحث آزاد. ببخشید آقای شیر محمدی، بحث آزاد رو هم در پیش داریم و ما قبل از ساعت 4 باید ببندیم اتاق رو. خب پس ما از دوستان با اشاره دست اگر راهنمایی من بکنه، اگر میخواد، اگر بفرمایید، اگر کسی میخواد صحبتی اضافه بکنه، در غیر این صورت ما میپردازیم به بحث آزاد با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه.
من یک متنی رو در واقع اینجا آماده دارم که به صورت مقدمه اشاره میکنم و بعد میپردازیم به صورت مستقیم به این بحث آزاد. مسئولیت اجتماعی به عنوان چارچوبی اخلاقی شخص را چه فرد چه سازمان در مشارکت به امور اجتماعی که عمل به آن در سطح وسیع به منفعت جامعه خواهد بود متعهد می‌سازد. مسئولیت اجتماعی به این معناست که فرد به عنوان عضوی از جامعه مشارکت فعالانه دارد و نسبت به مشکلات و معضلات بی‌تفاوت نبوده و در تغییرات و بهبود شرایط می‌تواند سهیم باشد. این مشارکت و حضور فعال شرکت در پاکسازی محیط زیست تا کمک نقدی یا شرکت در مراسم اجتماعی که به اعتراضات، اجتماعات و نابرابری‌های اجتماعی هم برمی‌گردد صورت می‌گیرد. مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بی‌تفاوتی قرار دارد. هرگاه معضل یا بحرانی در جامعه پدید بیاید، من جمله نابرابری‌های اجتماعی و همچنین هر شهروند مسئول وظیفه خود می‌داند برای رفع آن معضل به نوبه خود مشارکت مؤثر داشته باشد تا در رفع آن بکوشد. مسئولیت اجتماعی طیف گسترده از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و امور خیریه را در بر می‌گیرد و افراد جامعه در هر سطح و طبقه‌ای در قبال معضلات و اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد مسئول هستند و تحت هیچ شرایطی این مسئولیت از آنان ساقط نمی شود. چنان که ما مشاهده می کنیم در اعتراضات و اعتصابات کارگری هر فرد می تواند مسئول باشد به وضعیت نابسامان جامعه و حق اعتراضات کارگران نسبت به ناعادلانه آنچه که ناعادلانه بودن خوانده می شود و در واقع و در واقع به صدای هموطنان صدای هموطنان خود باشند. حق مسئولیت نسبت به جامعه برای مسئولیت پذیری تنها شرکت در فعالیت‌های اجتماعی کافی نیست، بلکه باید این مسئولیت به سبک زندگی فرد و بخشی از ارزش‌ها و سیستم اعتقادی وی تبدیل شود تا بتوان گفت این فرد از نظر اجتماعی مسئول است. دوستان عزیز، من یک مقدمه ای رو خوندم خدمتتون که بپردازیم به بحث آزاد. از همکاران عزیزم درخواست میکنم که مشارکت فعالانه داشته باشن و ما نقطه نظراتشون رو بشنویم. جناب آقای احمدی خای عزیز و بعد هم جناب آقای بازداران، میشنویم از شما. سلام مجدد. ببینید، به نظر من دو تا ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی مهمه و اگه کسی دو تا رو بتونه رعایت کنه به نظر بقیه‌اش هم همونو تقریبا پوشش میده. یعنی کل اعلامیه حقوق بشر، یکی ماده 28 چه حق دنیای زیبا آزاد برای همه، یکی هم که حق مسئولیت نسبت به جامعه که ماده 29. قاعدتا اگه ما جامعه رو همه افراد در نظر بگیریم، خب مثلا رئیس جمهوری یک کشور هم میشه جامعه، اون ضعیف‌ترین آدم جامعه هم حالا از نظر سیاسی یا از نظر اقتصادی میشه اونم جامعه. وقتی همه مسئول باشن روی یه چیزی، پس یه جورایی همه یه جورایی خودشون رو زینف میدونن و سود و زیان جامعه بودشون انگار که سود و زیان شخصیه. و یا اینکه همون ماده 28، وقتی من همه رو لایق دنیای زیبا آزاد بدونم، پس وظیفه‌ام میدونم که از حق و حقوق همه دفاع کنم نه خودم. چیزی که ما در جامعه و مشکل داریم اینه که ما خودمون جزئی از جامعه نمیدونیم. یعنی جامعه ایرانی از معدود جوامعی که خیلی جمعی نگاه نمی‌کنه. این بزرگترین نقطه ضعف فرهنگی و فکری ماست. اگر منی که مثلا کارگرم مشکل کار صنفم حل بشه، مثلا مهم نیست که مثلا پزشکی آیا سود میکنه یا نه. اگر مثلا رئیس جمهور خودشو در حد یک کارمند هم ببینه، وقتی میاد حق و مثلا پای حقوق رو در نظر میگیرن، میان یه جوری میگن که اون هم منتفع بشه و یه زندگی زیبایی داشته باشه، نه که فقط بقا داشته باشه به هر قیمتی. در کل این حق، این یک حق خیلی سنگینیه که باورش و نهادی نشدن تو ذهن به نظر من حد اعلای انسانیته، چون که خیلی پیچیده است. من واقعا جامعه رو خودم بدونم و خودم رو جزئی از جامعه بدونم و امیدوارم روزی
حداقل حد اکثر مردم، یعنی 50 به اضافه یک نفر، این حق مسئولیت باورپذیر بشه و در زمینش اجرا بکنه. متشکرم. ممنون. ممنون جناب احمدی خواه عزیز از نقطه نظرتون. بله، در واقع جامعه ایرانی یکی از جامعه هایی هستش که متاسفانه همین که شما گفتین در اعتصابات کارگری و اعتراضات، متاسفانه ما ندیدیم که این حق مسئولیت اجتماعی در واقع فشاری وارد کنه به افراد که بتونن بپیوندن به این صدا. جناب آقای بازارم شما بفرمایید، میشنویم شما. درود مجدد خدمت دوستان. فکر میکنم وضعیت، یعنی این مسئله مسئولیت نسبت به جامعه یک مسئله فرهنگی باشه و هر چقدر که سطح فرهنگ جامعه بالاتر باشه این مسئولیت بیشتر خواهد بود. فکر میکنم که داخل جوامعی که پیشرفته تر هستن نسبت به کشورهای جهان سومی این مسئله بهتر رعایت میشه، چون مردم از حقوق خودشون بهتر آشنایی، بهتر مطلع هستن و حقوق خودشون رو میدونن و هر کسی که اون حقوق خودش رو بدونه و یک مقدار انصاف داشته باشه متوجه میشه که دیگران هم از همین حقوق برخوردار هستن و ما در یک جامعه وقتی که زندگی میکنیم باید این مسئولیت رو بپذیریم که نسبت به دیگران هم این حقوق رو محترم بشماریم. و وقتی که این از لحاظ فرهنگی جا افتاده باشه اون زمان هست که مسئولیت نسبت به جامعه خودش رو نشون میده و همینطور که میبینیم جوامعی که این مسئله رو رعایت میکنن مردم آرامتری دارن، از لحاظ اعصابشون راحتتر، وضعیت اجتماعی بهتری دارن، کسانی که اونجا زندگی میکنن از حقوق بهتری برخوردار هستن و یه جورای احترام متقابل وجود داره. ولی زمانی که به کشورهایی که از لحاظ فرهنگی فقیر هستن مراجعه میکنیم میبینیم که مردم ناآرامترن، هر چقدر هم که از لحاظ اقتصادی اوکی باشن، یعنی وضعیت دستشون به دهنشون برسه زیر خط فقر هم نباشن، باز هم از لحاظ عصبی و زندگی نرمالشون آرامش واقعی رو ندارن و این حقوق رو خودشون هم برای دیگران قائل نمیشن و در مقابل احترامی هم از دیگران در جامعه دریافت نمیکنن. مرسی، من مایک رو رها میکنم. ممنون جناب بازداران عزیز، وقت نقاط مهمی که اشاره کردین. جناب آقای لطفی عزیز، مایک با شماست، بفرمایید، میشنویم شما رو. مجددا سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. یه نکته فقط من اضافه کنم به عرض از دوستان عزیز، یکی وجدانه، حالا وجدان کاری، وجدان در نسبت به وظیفه خودم، به خانوادم و طبیعتا جامعه‌ای که در اون زندگی میکنم. اگر این حس مسئولیت نسبت به خانوادم و جامعه‌ام رو داشته باشم درون خودم و وجدان کاری رو داشته باشم نسبت به جایی که کار میکنم، نسبت به محلهی که دارم در زندگی میکنم، نسبت به آدمهایی که تو محله هستن، اگه نسبت به اونها این حس انسان دوستانه رو توی خودم داشته باشم، میتونم اگر به وجود من نیازی داشته باشن تو هر زمینی، تو حالا میگم تو محیط خانواده، یه محیط، یه جامعه کوچکیه در مقابل اگه بخوایم فرض بگیریم نسبت به جامعه، اگه بتونیم مسئولیت خودمون رو تو جامعه کوچیکتر اجرا کنیم، مطمئنا تو جامعه بزرگتر همین مسئولیت رو میتونیم داشته باشیم و این حق مسئولیت رو به درستی ادا کنیم. و اینکه انسان‌ها زمانی که همونجور که فرمودن آقای بازداران بحث فرهنگیه، نسبت به همدیگه محبت نداشته باشن و قولی تیشه رو به خود باشند، مطمئنن اون جامعه نسبت به حس مسئولیت افراد نسبت به جامعه کمتره در قبال جامعه ای که افراد مسئولیت پذیرتر و با وجدانتری در اون زندگی میکنن، فرهنگ غنیتری دارن نسبت به جوامع دیگه و انسان ها به هم محبت بیشتری دارن. ممنون از شما.
ممنون از شما جناب لطفی عزیز. بله دقیقا به مسئله وجدان هم اشاره کردید، به مسئله بسیار مهمی هستش که این هم در مسئولیت اجتماعی من نگاه میکردم خودش تعریفاتی داره، وجدان جمعی، وجدان نسبت به مسئولیت اجتماعی، وجدان فردی، وجدان در واقع جمعی گروه ها نسبت به جامعه که نقاط مشترکی دارن و باید بهش پرداخته بشه. از بقیه دوستان و عزیزانی که حاضر هستن در جلسه، بانو بیرجندی عزیز مایک با شماست، بفرمایید. سلام مجدد، منم خواستم در واقع در این بحث به موضوع جنبش زن زندگی آزادی اشاره کنم که خب همونطور که همه میدونیم هر حال در این جنبش از اقشار مختلف مردم مشارکت داشتن و از اکثر نقاط کشور، به این صورت نبود که بخوایم بگیم عده خاصی حالا مثلا از لحاظ اقتصادی ضعیف تر بودن، نه، در میان مردم به هر حال کسانی هم بودن که شاید از نظر اقتصادی هم یا حتی امکانات زندگی هم در درجات بالایی بودن. اما این نکته خیلی اهمیت داشت که اگر اون در واقع احساس مسئولیت در مردم مخصوصا خانواده ها، پدر مادر ها وجود داشت نسبت به فرزندانشون که کف خیابون بودن، اون اتحاد صورت می گرفت که باعث می شد، یعنی اون احساس مسئولیت باعث می شد که همه فکر بکنن که این اتحاد جلوگیری می کنه از کشته شدن بسیاری از جوانامون، از دستگیر شدناشون، از اتفاقات بدی که تا الان افتاده. شاید این اتحاد، این بزرگتر شدنه در واقع اون احساس مسئولیتی که اجرا می شد مانع می شد و شاید هم حتی تا به الان هم این در واقع پیروزی آید مردم شده بود. اما چیزی که من رو الان خیلی بیشتر از قبل حتی عصبانی تر کرده نسبت به موضوع دانش آموزا هست. من یه نکته رو بگم، هنوز صدای مادر جاویدنام سیاوش تو گوش من هست که میگفت مرد و من فکر نمی کردم که به من برسه. این دقیقا همونه که این فکر رو مردم بکنن که هر لحظه ممکنه اتفاق برای خودشون بیفته. بزرگترین مشکل اینه که همه فکر کنیم که هر اتفاق، هر مشکل برای دیگرانه، برای ما نیست، برای همین نسبتا احساس مسئولیت خیلی کمتر میشه. یا یه قشر مرفهی میگن ما که داریم، ما که خونمونو داریم، زندگیمونو داریم، حالا اونی که شب سرشو گرسنه روی بالشش میذاره اهمیتی برای اون قشر خاص نداره. اینه که اهمیت خیلی زیادی داشت این موضوع و داره همچنان و میگم عصبانیت من الان نسبت به قضیه دانش آموز، مسمومیت دانش آموزاست که حداقل من فکر میکنم احساس مسئولیتی که باید میشد از پدر مادرای این دانش آموزا بود که متاسفانه خیلی خیلی ضعیف عمل شد نسبت به این قضیه و امیدوارم که این تغییر به زودی ایجاد بشه. ممنون از زمانی که من. ممنون از شما بانو بیرجندی عزیز. بله دقیقا همین مسئله که شما اشاره میکنید، من مجددا نگاه میکنم در نوشته هایی که من دسترسی بهشون پیدا کردم، در واقع دوباره برمیگره به همون وجدان جمعی افراد در جامعه. متاسفانه بله دقیقا منم اون کلیپ، واقعا اون کلیپ رو دیدم که واقعا مادر فریاد میزد سر من، فکر نمی کردم که سر فرزند من بیاد. در واقع مسئله همین است، وقتی که مردم، افراد جامعه به یک باور مشترک برسن و به یک حس درد مشترک برسن که این حس درد مشترک رو متوجه باشن که درد دیگری درد من هست، فکر می کنم که به یک توافق جمعی می رسیدن. اما متاسفانه خب کم لطفی میشه تو اقشار مختلف، از تمام افراد جامعه ما داشتیم به عنوان افراد معترض، اما خب متاسفانه کمتر بهش پرداخته شد. و خب بعد هم ما موارد حملات شیمیایی رو داشتیم که متاسفانه افراد، خانواده هایی که متاسفانه بچه هاشون دچار این حملات قرار گرفته بودن، ما می دیدیم که بخشی از جامعه حمایت نمی کنن و خب مدارسی که این اتفاق براشون نیفتاده. من انتظارم به شخصه این بود که مادرانی که در واقع فرزندان پسر داشتن، اونها می اومدن، اونها هم معترض می شدن. و یک اتفاقی که این در واقع تو این سالهای اخیر افتاده، جنبش دادخواهان
و یا جنبش دادخواهی، ما میبینیم که هر کسی که فرزندش رو در آزادی از دست میده، خانواده های دیگه میرن و به هم دیگه میپیوندن. این همین درد مشترک، همین عمل میتونست تو سیستم همین اتفاقات اخیری که افتاد برای دانش آموزان رخ بده، اما خب ما شاهدش نبودیم، که خب متاسفانه برمیگرده به همون وجدان افراد و وجدان جمعی. جناب آقای احمدی خواهر عزیز، میشنویم از شما، مایک با شما. درود مجدد. ببینید مشکل اینه که مردم ما هر اتفاقی که میفته رو نمیان بگن آقا این اتفاق دلیلش چی بود، تا فکر کنن خودشونه. مثلا اگر از همون ابتدای انقلاب که مثلا حجاب اجباری شد، یه سری اعتراض کردن، تظاهرات کردن، همه فردی نگاه، حالا یکی مثلا موافق حجاب بود، نرفت حمایت کنه، نگفت آقا این خب هر کی حق انتخاب داره، به جلو. حالا هر موقع اعتراضی بوده، مثلا زندانی ها رو گرفتن راحت اعدام کردن، گورای دست جمعی درست کردن، هیچکی اعتراض نکرد. چرا؟ چون که ما دید جمعی نداریم، نمیگیم خب اگه عزیز خودم تو زندان بود انقدر بی‌تفاوت بودن. میگم مشکل اینه که ما هیچ وقت خودمون رو جای طرف نمیذاریم. آیا مثلا تو سال 78 دانشجوها مگه چی گفتن؟ گفتن آقا چرا دارید اعتراض به خامنه ای رو جرم میذارین، توهین میدونین، زندان میذارین؟ و دیدیم چه سرکوبی هم شده، هیچ کسی هم عکس‌العمل نشون نداد، اکثر مردم عکس‌العمل نشون ندادن. وگرنه هر کدوم از این جنبش‌ها یا اعتراضات، حالا یا باعث تغییر کلی نظام حکومتی میشد یا باعث اصلاح کلی حکومت میشد که آقا اگر یک اعتراض به حقی میشه بپذیرن و تغییر کنن، نه اینکه بعد از سرکوب خونین هر اعتراض تازه به قول معروف جست انسان دوستانه بگیرن و بیان مثلا مردم عفو کنن. کی رو عفو کردی؟ خودت جنایت کردی، بعد اومدی از کسایی که خسارت دیدن از این جنایت. یه سال 78 هم ما داشتیم، یه دانشجوها رو بردن کور کرده بودن، فلان کرده بودن، بردن پیش به اصطلاح رهبر. بعد تازه ایشون داشت دلجویی هم که چه دلجویی، ریختن عواملت با دستور مستقیمت مردم از پنجره انداختن پایین. ولی متاسفانه مردم هر کدوم سنفی، گفتم خدمت شما سنفی نگاه میکنن. اگر من اون دانشجو که پنجره میفته بیرون و برادر خودم بدونم، دوست خودم بدونم، اینقدر راحت کنارش نمیگذرم. متاسفانه اینی که تا آتیش تو خونه هر کی نیفته کسی صداش در نمیاد، وایسادیم که اگر سر خودمون اومد، اگر نیومد خب بی تفاوت، خیلی اشتباه. خب دونه دونه میان سراغتون، به مرور میان، به مروره که حداقل حقوق ایران شده الان جزء 5 کشور پایین دنیا. یعنی ما بنگلادش هم تقریبا حقوق کارمندامون کمتره. خب اگه او کارمندی که کارگری که سال 78 داشت کار میکرد میگفت آقا این دانشجو رو من پشتشو بگیرم، باعث میشد که الان انقدر فقیر نبونه. و اگر اون موقع که مثلا زندانی گرفتن بی دلیل اعدام کردن، یه دو تا سوال میکردن آقا رو مواضع قبلی هست یا نه، میگفت آره، اصلا نمیگفتن آره و نه رو باید شهادت داری میپرسید، بعد میبردن پشت اعدامش میکردن. این مردم اعتراض میکردن، الان اینطور نبود که اینا تازه جست انسان دوستانه بگیرن و بگن ما عفو کنیم. و این قصه ادامه داره تا وقتی که مردم بفهمن که آقا یه خطر دست جمعی، نه خطر گروهی فردی یا صنفی. متشکرم. ممنون از نقطه نظرات شما جناب احمدی خواهر عزیز. در واقع همین هستش، این درد حس مشترک رو متاسفانه ما همچنان نداریم و وجدان جمعی که متاسفانه باعث میشه همینطور که خود شما اشاره کردید صنفی به این مسئله نگاه بشه. اما جناب احمدی خواهر عزیز، ما در رابطه با بحثمون دور نشیم، در رابطه با اصناف هم ما به یک اتحاد واحدی نرسیدیم متاسفانه. ما ندیدیم، شاهد این نبودیم که اصناف بیان به معلم‌ها بپیوندن، معلم‌ها به دادخواهان بپیوندن و به همین ترتیب. این هم خیلی حاج اهمیت بود، انگار در واقع به قول شما سنتی به این مسئله نگاه کرده شده، در صورتی که برمیگره به وجدان و این چنین بلایی که سر همسایه من میاد امکان داره که سر خودم بیاد. ما اینو میتونیم یه جوری دیگه هم نگاه بکنیم. جناب احمدی خواهر، من نگاه میکردم دیدم آمار در واقع افرادی که خارج شدن از کشور همین هستش، به جای اینکه در واقع بتونن صدای همدیگه باشن، بسیاری از افراد ترجیح میدن که به صورت فردی یا جمعی هرچی که دارن و ندارن رو بذارن و خارج بشن.
این هم خیلی حائز اهمیت هست، یا در مواردی که خانواده رو اجبار میکنن که سکوت بکنن، یا به همون سناریوهای اعترافات اجباری، ما دوباره شاهد همچین مسئله ای نیستیم که بیان و این حس مشترک داشته باشن و خود افراد جامعه به اون خانواده‌ای که آسیب دیده اطمینان خاطر بدن که اگر شما صدای اعتراضات ما بودین، ما نمیذاریم برای شما اتفاق بیفته و ما حامی شما هستیم. اصلا چه این چیزی رو ما متاسفانه ندیدیم و امیدواریم که این وجدان جمعی بیدار بشه. جناب آقای بازرگان عزیز شما بفرمایید و بعد هم جناب شایبان عزیز. درود مجدد. فکر کنم از نمای دیگه اگر بخوایم این وضعیت مسئولیت حق مسئولیت نسبت به جامعه رو بررسی بکنیم، وضعیت تفاوت بین جوامع دینی و جوامع غیر دینی هست و مشخصا کشورهایی که حکومت دینی دارن با کشورهایی که حکومت غیر دینی دارن. فکر میکنم در کشورهایی که حکومت دینی دارن مثل پاکستان، ایران و افغانستان و بعضی کشورهای دیگه این حس مسئولیت نسبت به جامعه پایین تر هست، به خاطر همون سرکوبی که از طریق قوانین دینی انجام میشه. حالا قبلا فکر میکنم داخل کشورهای اروپایی هم همین قضیه بوده، حالا اونها با دین مخصوص دین خودشون که حالا اسلام نبوده، ولیکن اگر که اشخاصی اون احساس مسئولیت رو دارن و اقدام میکنن برای اینکه حقوق دیگران رو هم ازش دفاع بکنن، با احکام دینی اینها سرکوب میشه و مردم به خاطر اینکه مشغول عبادت و نمیدونم اون وضعیت دینی خودشون هستن، بیشتر فکر آخرتشون هستن تا فکر دنیاشون، به حمایت از بقیه افراد جامعه بلند نمیشن و به راحتی اون افرادی که احساس مسئولیت میکنن رو داخل این جوامع میبینیم که سرکوب میشن. تفاوتش هم میدونیم که کسی که بخواد اعتراض بکنه به یک حکمی، به یک حقی که ازش ضایع شده داخل کشورهای آزادتر مثل کشور آلمان، میبینیم که میتونه راحت مجوز بگیره، میتونه کسایی رو همراه خودش بکنه، اما داخل کشورهایی که حکومت دینی دارن و سرکوب میشن، میبینیم که این حق براشون در نظر گرفته نشده. مثالش هم همین دوشنبه یعنی فردا اعتصاب بزرگی هست که داره انجام میشه تا حقوق کسایی که در جریان حمل و نقل دخیل هستن، حدود 230 هزار نفر هستن، با همدیگه دارن اعتصاب میکنن و این حق قانونیشون هست. میبینیم که تمام جامعه هم داره ازشون دفاع میکنه و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومده. ولی همین حرکت اگر داخل ایران انجام بشه، میبینیم که به راحتی اون افراد رو سرکوب میکنن و جامعه هم هیچ حمایتی از این افراد انجام نمیده تا حقوقشون رو به دست بیارن. با همین رو میتونیم در مقیاس بزرگتر در مسائل دیگه هم سوق بدیم و ببینیم که این مسئله به همین شکل انجام میشه. مرسی. من مایک رو رها میکنم، نظر بقیه دوستان رو میشنوم. ممنون جناب بازرگان. در همینطور که خود شما گفتیم، میتونیم دقیقاً این مسئله مهمی که مطرح کردیم به تمامی مسائل جامعه تعمیم بدیم و ببینیم که متاسفانه این حق مسئولیت پذیری افراد نسبت به یکدیگه، نسبت به هم نوع خودشون، متاسفانه بی‌تفاوتی احساس میشه. از هر منظری میتونیم در واقع همین خودشو هم دیدگاهتون رو گفتین نگاه بکنیم. کاملا من با شما موافق هستم. جناب آقای شایگان عزیز، مایک با شماست، بفرمایید. درود و عرض ادب و خسته نباشید خدمت همه همکاران، همچنین شما آقای شیر محمدی. عرض تبریک سال نو. من صحبت های همه دوستان رو شنیدم، با برخیشون موافق بودم با برخیشون نه، ولی من میخوام از یه، چون فرصت کوتاه، خیلی کوتاه مختصر میگم، از یه جنبه دیگه نگاه کنم. ما به جامعه چه چیزی ارائه کردیم که الان ازش انتظار داریم که نسبت به مسائل مختلف حس مسئولیت داشته باشه؟ شما تو یک زمینی که گندم بکاری نمیتونی ازش ذرت برداشت کنی، شما هر چیزی که بکاری میتونی برداشت کنی. بنابراین ما تو 44 سال گذشته تو جامعهمون چه چیزی ارائه دادیم نه الان انتظار برداشت داریم؟ این که مثلا اصناف از همدیگه حمایت نمی کنن، خب مشخصه، ما هیچ وقت
اتحادیه و سندیکا و فلان نداشتیم که اینا بتونن با هم دیگه بیان شروع مشورت کنن در مورد حالا اصناف مختلف. این که مثلا پدر و مادرها از فرزندانشون حمایت نمی کنن، خب هر پدر مادری اول از همه فرزند خودشو. این یه بحث فرهنگیه که هیچ وقت نهادینه نشده تو جامعه ما. من برمیگردم به خودم که 5 سال پیش آیا واقعا نظر من نسبت به جامعه همین هست که الان، همینی بود که الان هست؟ نه، واقعا این نبوده. من هم مثل اون شخصی که تو ایران الان داره زندگی میکنه و اگر صدای امروز منو میشنوه میگه بابا ول کن، تو هم دلت خوشه رفتی جای خوب نشستی و پاتو انداختی رو پات داری واسه ما نسخه میپیچی، واقعا نظر من خودم همین. ولی امروزی که من اومدم تو کانون با مواضع و قوانین حقوق بشر آشنا شدم و غیره و ذالک و جامعه آزاد رو دیدم، الان متوجه میشم که نسبت به جامعه هم باید احساس مسئولیت کنم. بنابراین این که بخوایم مردم و جامعه رو سیب قرار بدیم یکم بی انصافیه. مردم ما نشون دادن که تو موارد حساس، مواقع حساس میتونن نسبت به جامعه مسئولیت پذیر باشن. نمونش زلزله هایی که متاسفانه اومد و هموطنانمون خیلی هاشون کشته شدن، حالا خونه و سرپناهشون رو از دست دادن و موارد دیگه. دیدیم که جامعه خیلی خوب از این موضوع تونست مسئولیتش رو از عهدهش بر بیاد و موارد دیگه. در هر صورت میخواستم بگم که این بحث فرهنگیه، بحث آموزشیه، باید آموزش بدیم گام به گام، قدم به قدم باید پیش بریم. این که بیان همه رو سیاه نگاه کنیم یا همه رو سفید اشتباه. ممنونم که وقت دارید بیان من گذاشت. ممنون جناب شایگان عزیز، خیلی با صراحت و قشنگی اشاره کردید که در واقع من فکر میکنم که همون حق آموزش هست. متاسفانه وقتی که جامعه آموزش درست ندیده باشه ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که چی برداشت میکنیم. مورد زلزله هم که اشاره کردید به خوبی اشاره کردید، دقیقا همینطور هست. در واقع من فکر میکنم باید آسیب شناسی میشه و بتونیم در یک جلسه مجزا بهش بپردازیم که چگونه میشه که در مواردی که در واقع این چنین هست مثل سیل، زلزله، خیلی از عزیزان میان متحد میشن، خیلی با دید باز و سریعا میخوام سازماندهی بکنن، ساماندهی بکنن و وارد عرصه کمک و فعالیت میدانی میشن. اما تو برخی موارد خیر و فردگرایی و منفعت طلبی و یا حتی دیدگاه مختلف رو ما شاهدش هستیم. ممنون از شما جناب شایگان عزیز. آقای احمدی خواهر عزیز، ما با شماست، بفرمایید، میشنویم شما رو. ببین آقای چی محمدی، ببین مثلا الان دوشنبه تو آلمان اعتصاب بازه اتوبوس ها، قطار ها، هواپیما ها. در جامعه وقتی جا افتاده باشه که حق همه مثل حق خودمه و رفاه همه مثل رفاه خودمه، ببینی هیچ اعتراضی نمیشه. من تا حالا ندیدم که بارها اعتصاب شده تو آلمان مردم اعتراض کنن که چرا آقا این خدماتی که ما پولش رو دادیم. بالاخره شما وقتی تیکت ماهیانه خریدی اون خدمات رو برای یک ماه خریدی و اجازه حق داری که اجازه، هیچ کسی نمیاد این اعتراض رو کنه. چرا؟ چون که این حق و حقوق برای همدیگه قائلن و میگن خب این اگه مشکل داره پس حق داری که اعتراض کنه و اعتراضش رو به صورت اعتصاب نشون بده. و چیزی که در کشور ما نیست، کافی مثلا یه جا سیستم ارز خدماتش که مردم پولش رو دادن برای اعتصاب مختل شه، مطمئنا مردم بیشتر اعتراض میکنن تو خود حکومت. یه نکته دو، این که به قول معروف میگن همیشه از خودت انتقاد کن تا به بیرون بری. ببینید الان چرا تغییرات شد در کانون حقوق بشر در ایران که خودمونی، ما هم یک جامعه ایم دیگه، حالا جامعه تعدادش کم، چرا؟ چون که نرخ فعالیت و نرخ مشارکت خیلی اومده پایین. الان نگاه کنید تو جلسه ما 22 نفریم، بحث آزاد داره میشه درباره حق مسئولیت نسبت به جامعه و متاسفانه و باعث شرمندگیه که نصف بیشتر و دوستانی که الان تو این جلسه هن اصلا شرکت نمی کنه. این نه تر این جلسه در حداقل یک سال و نیم دو سال پیش بوده. خب وقتی ما که بیرونیم و هیچ مسئولیتی برامون نداره و از حداقل رفاه هممون برخورداریم، در یک بحث حاضر هستیم انرژی بذاریم، به قول معروف خیلی ضعیفیم از نظر فکری، از نظر باور به این که ما مسئولیت داریم. ما
ما فقط در یک جا شرکت میکنیم که منافع داشته باشه بدم و همه چی ابزاری نگاه کنیم. یه فرهنگ غالبیه در ایران، کافیه شما در یک جمعی باشید حتی اگر بدونن ظلم داده میشه و منفعت داره، کسی اعتراض نمیکنه. و این زائده باور اینی که ما همیشه یک حاکم مطلق رو پذیرفتیم در فرهنگیم. 2500 سال همیشه یه شاهی بوده زده توش سرم. حالا اگه خوب روزگار پادشاه عادل و مهربون و وطن‌دوستی بود، خب کشور پیشرفت کرد. اگه نه که برعکسش میشد، مردم به فقر و اعتیاد و گرسنگی و مریضی میافتادن. و همه این چیزا برمیاده که به این که ما واقعا باور کنیم باید تغییر کنیم و این باوره شکل نمیده در عمل، فقط واقعا نشون بده در عمل. ببینین وقتی یک جامعه کوچکی مثل کانون حقوق بشر در ایران اینقدر اعضاش منفعل و اصلا کاری نمیکنن، وایسادن نگاه میکنن، در همه کمیته ها و نمایندگی که من تو جلساتش بودم زیر 30-40% اومدن تو جلسه بودن و از اون 30-40% تقریبا 20-30% بیشتر فعال هم. تقریبا اعضایی که اون مسئولیت دارن میان یا حداقل همون ها فقط فعال هم، بقیه شنوندن و این خیلی ناراحت کننده است. متشکرم. ممنون جناب احمدی خواهی عزیز، دید منتقدانه شما رو کاملا پذیرا هستم. ما همین سیستم رو هم دو سه هفته گذشته بود در رابطه باهاش صحبت کردیم در کمیته که با هم عضو هستیم، کار و کارگر. برای متاسفانه این هم هست، ولی خب من تا میپذیرم از شما، ولی خب من فکر میکنم که این آموزش رو ما اگر بخوایم بیشتر روش مانور بدیم که حداقل به قول شما نسل‌های آینده بتونن روی این سیستم آموزش بیشتر وفادار باشن، یعنی درست آموزش ببینن. چیزی که آقای شایگان گفت، در واقع ما چیزی که کاشتیم رو انتظار نمید داشته باشیم یه چیز دیگری برداشت بکنیم، که من فکر میکنم این امر و این دید منفعت طلبانه فردیمون رو زمانی میتونیم کنار بذاریم که از بچگی آموزش دیده باشیم. بله دقیقا، از بچگی تو سیستم آلمان که همونجور که خود شما هم اشاره کردید آموزش داده شده که وقتی شما اعتراض بکنید به حق و حقوق خودتون کتک خورده نمیشید، دوست شما رو بازداشت نمیکنن. بنابراین این به یک در واقع داده بزرگی دست پیدا میکنن که این شجاعت رو تو خودشون، این حق رو هستن، شجاعت که نمیشه بگه، این حق رو ببینن که بیان اعتراض بکنن و یک روز دو روز در واقع بخوان اعتصاب بکنن. گرچه جمع احمدی خواه هر سال این اعتصابات و اعتراضات هست، ولی امسال خیلی زیاد شده و میبینیم که از این حق خودشون استفاده میکنن. چرا؟ چون از کودکی بهشون این حق شهروندی، حق اعتراض رو بهشون آموزش دادن. میتونیم از جنبه‌های مختلف هم نگاه کنیم. آقای بازاران هم اگه دید دیگری هم نگاه کرد، دید ایشون رو هم میتونیم اضافه بکنیم. خانم بانو بیژندی عزیز، مایک با شماست، بفرمایید، میشنویم شما رو. ممنونم. اول خسته نباشید میگم خدمت هم عزیزان. من با صحبت آقای احمدی خواه خیلی موافقم، اما یه نکته رو میخوام بگم. جناب احمدی خواهم طور که گفتین همه ما از سو همون جامعه اومدیم خارج از ایران، یعنی در واقع الان توی همین کانون هم من فکر میکنم از روز اولی که اومدیم شاید دیدگاه های ما، شاید نظرات ما، باورهای ما، عقاید ما، حتی همون چیزهایی که یاد گرفت دادیم تو زندگیمون خیلی متفاوت تر از چیزی بوده که اینجا در موردش داریم هم یاد میگیریم هم داریم اجراش میکنیم. اینجا در واقع همه ما هم داریم یاد میگیریم. حالا شاید به یه سری از دوستان هنوز تو همون شروع یادگیری هستند و دارن میرن جلو قدم به قدم، ولی خب فقط خواستم بگم که این دکتر در نظر بگیریم. حتما که همطور که گفتیم ما یه جامعه از ایران، یه جامعه کوچکی اینجا الان تو کانون هستیم و این تغییر بخواد صورت بگیره، حتی در مورد ما فعالای حقوق بشری هم که داریم کار انجام میدیم ممکنه زمان بر باشه. یه نکته خیلی کوتاهی هم بگم با توجه به اینکه کوتاه هست در مورد صحبت آقای شایگان عزیز، با احترام به نظر ایشون که البته موافق هستم، اما یه مسئله رو فقط میخوام بگم. جناب شایگان، یه موضوعی مثل آلودگی هوا، یه چیز کوچیکی رو در واقع حالا از نسبت به بقیه در نظر بگیریم، یه چیزی مثل آلودگی هوا من فکر میکنم برای تنفس آدم‌ها، برای زنده بودنشون، زندگی کردنشون، این دیگه نیازی به آموزش نداره.
من به عنوان یک انسان وقتی مریض شدم یا دارم مریض میشم میتونم اعتراض کنم به این قضیه و تمام اون کسایی که دارن تو اون کشور زندگی یا اون شهر دارن اون هوای آلوده رو تنفس میکنن. این دیگه حتی این نقطه چیزی نیست که من بگم برای او یا برای دیگری، برای خودم دارم این کار رو انجام میدم. این در واقع اون مسئله اصلی بود که من میخواستم بهش اشاره کنم تو اول صحبتم، این بود که در واقع همون ما از خودمون وقتی شروع بکنیم دیگران اینا به یه نقطه مشترک میرسه و شاید خیلی جا نیاز به آموزش نداشته باشه. این تفکر انسانه، این به هر حال من فکر میکنم ناآگاه ترین آدم ها هم به این که بتونن سالم زندگی کنن حتما معتقد هستن، دوست دارن، یعنی دوست دارن زندگی کردن آدم ها، حالا اگه تو شرایط خوب باشه که خیلی بهتر هستش. ممنونم که زمانو به من دادید. ممنون کمی بندم. ممنون بانو بیژندی عزیز بابت نقاط مشترکی با ما، در واقع بابت صحبت هایی که کردید. من هم با شما موافق هستم. منم معتقدم که یک جامعه کوچیکی هستیم که بتونیم اینجا هستیم که بهتر کار بکنیم و باید بهتر یاد بگیریم و به نسل های آینده یاد بدیم این حق مسئولیت پذیری رو. چیزی نیستش که فکر کنم با یکی دو سال سه سال، بلکه نیاز به سالیان سال کار داره و افراد متخصص باید بیان اول به ما آموزش بدن، ما آموزش درست ببینیم تا بتونیم نسل‌های بعدی خوب رو تربیت بکنیم در رابطه با همین مسئله آلودگی هوا که شما اشاره کردید. از دیگر دوستان اگر کسی نقطه نظری، مشارکتی، در واقع مطلبی هستش که میخواد به بحث آزاد ما اضافه بکنه میشنویم. در غیر این صورت با توجه به کمبود وقت من ختم جلسه رو اعلام میکنم اگر که کسی تمایل به صحبت نداره. بله، من در آخر جلسه هم یک بار دیگه دوستان عزیز و مطالبی که موضوع سخنانیشون رو خدمت شما عزیزان میخونم. جناب آقای داوود لطفی: با بررسی ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، بانو کیمیا قزلباش: احکام صادره بازداشت‌شدگان جنبش زن زندگی آزادی. و من خودم به شخصه از بانو قزلباش عزیز عذرخواهی میکنم بابت وقفه‌ای که پیش اومد و ناهماهنگی که متاسفانه پیش اومد از بیشتر از سمت من، جسارت منو ببخشید. موضوع بحث آزاد: حق مسئولیت نسبت به جامعه. و مسئول جلسه: بهنام شیر محمدی. منشی جلسه: جناب آقای مجید بازداران. ضبط صدا و تدوین: جناب آقای اسفندیار سنگری و آقای احسان احمدی خواه. ادمین ها: بانو مرجان شعبان نژاد و جناب آقای سعید طایف. ممنون که مشارکت فرمودین. ممنون از سخنران عزیز، دوستانی که ما رو به صورت لایو مشاهده کردن، دوستان عزیزی که در حین جلسه با ما بودن و الان نیستن در بین ما، و بقیه عزیزانی که مشارکت فرمودن. امیدوارم که در جلسات بعدی هم مشارکت داشته باشین. هر جایی که هستین براتون آرزوی موفقیت دارم. من ختم جلسه رو در ساعت 15:52